سلام علیکم، صدا خوبه؟ سلام سلام علیکم علی جان، سلام سلام، چطوری؟ خیلی مخلصی. خوشم، خوبه؟ فاصله مناسبه از دور بین؟ همه چیتون مناسبه، تخت مثل نه خوبه، همه سلام خوبه؟ آره، حالا باید وایسیم چهار تایی بشیم. متناسب با سنم هستم. فاطمه سلام مرتضی، سلام بشمید، خوب هستید؟ آخر خوش دیب شدید. کمی قطع و وصل میشیم. مشکل از منه یا مشکل از فرینیک هست؟ باید عباس باید قضاوت کنه. یه کمی احتمال حالا اینترنت ایران میتونه اذیت کنه، همیشه این پرسش وجود داره که، ولی خب حالا دیگه بذاریم فاطمه هم میاد. فاطمه رو من اضافه کردم. اینستاگرام میفهمی اینترنت عوض کنیم؟ خودش قطع نکنه؟ این خط رو از چیز عوض کنیم؟ عوض کنید، اگه قطع شد که دوباره اضافتون میکنیم، کاری نداره. ما اینجا کارمون همینه. خب فاطمه ریکوست بده، من ریکوستتون رو لبیک میگم اگر این طرفیش کار نمیکنه. خب امیدواریم که چه خبر عباس؟ سلامتی. ما امروز اینجا از صبح بارون اومده، هوا شرجی شده حسابی، اصلا یه چیز عجیب و غریبی شده. جای ما هم والله من نمیدونم، فکر نکنم تو هوای شرجی زیاد جای خالی داشته باشه حالا. ولی جای شما همیشه خالی آقا، این تعارفه چیزی نداره. بذارید من فقط ببینم. جانم امین، اولا که خیلی خوش تیپ شدی، دوم افتادی زیر نوشته، نمیتونی جا تو عوض کنی. زیر نوشته کجا بیام؟ اینجوری خوبه؟ نه دارم شوخی بگو کجا. خب من خدا کلی تنظیم کرده نوشته داشته باشه بکران، باور کن. از صبح اومدم اینجا، گفتم اینو بذارم اونو بذارم، هی نگاه کردم از 10 نفر پرسیدم به اینجا رسیدم. کدوم فرموله بذارم که خیلی جذاب تره اینا؟ آه ولی واقعا اصلا فرمول داره؟ آره یه نه فرمول، اوه میانگین، جذاب ترین فرمول دنیا میانگین، به علاوه این برای تقسیم برای تعداد. کل فیلد ما داریم یه جوری میانگین میگیریم. اون میانگینه ای که شما میگیرین هر کسی نمیتونه بگیره. خیال داری نفهمه. میانگینه های شما از میانگینه های ما خیلی بهتر. آقای خاطره با مزه بگم که از بچه های ما رفته بود فرودگاه ونیز که بره تیریست آی سی دی پی. بعد ما توی فرودگاه بهش گفته بودن که آقا شما هدف دست سفر چیه؟ من دارم کنفرانس فیزیک. اذن این نگاه کرده اینا، این دوستمون گفت آقا هی این میزه تو کامپش چیزو نگاه میکنه، هی میزه هی نگاه میکنه. بعد از یه مدتی دیدم یه چیزی نوشته رو کاغذ گذاشت و پیشم گفت این چیه؟ من نگا مدل شرودینگر رو نوشته.
گفته اینجا داره یه معادله شرودینگره. واه پس میفهمی فیزیک چیه. حله آه اوکی خوش آمدید به ایتالیا. حالا این حکمت این اوریج شما. فاطمه من به پیغامی که میگیرم یکی شما نمیتونی جوین شی و نمیدونم چرا. گوشی رو ریست کن، خاموش روشن کن یا اگه میتونی با یه گوشی دیگه بیا. سعید شما تو لایف هستی؟ بکنم باشه دوشیش هفته ده بکنم نه بفرمایی نوشه جان. خب نمیدونم واقعا این پخش زنده همیشه برنامه‌های زنده میدونید که از این پخش های زنده ها مشکل ده همین ذره چیز میشه که از این مشکلات پیش میاد. حالا اشکال نداره سعی میکنم درستش کنم. من سعیدم اضافه کردم که بیاد حالا ببینیم که مشکل از نفر چهارممونه یا چی. ولی خب فکر نمیکنم از اون. خب من حالا تا قبل از اون اولا که سلام خیلی خوش اومدین. احتمالا هر کسی که داره برنامه ما رو میبینه امروز روز تعطیلشه چه داخل چه خارج از کشور. برنامه امروز راجع به گرایش اتم مولکولیه توی فیزیک و از قضا مهمونای ما همشون کسان که لیسانسشون دانشگاه تهران بودن. این چیز جالبیه. این تصادفی شده. یه ذره کامل تصادفی نیست ولی خب تصادفی شد. یعنی ما لیست رو مرتب میکردیم آخر سر قرعه به نام این دوستان افتاد و خیلی هم خوشحالیم. این خودش میتونه یه جای خوب باشه چون شما میتونید ببینید که آدم هایی از یه جای خیلی نزدیک به هم شروع کردن الان مثلا چه تفاوت هایی داره کارشون. به نظرم شروع کنیم با معرفی کردن تا من تلاش کنم اینم فاطمه رو چجوری میشه آورد بالا. مرتضی جان میخوای شما شروع کن بگو که چه میکنی کجایی موضوع چیه مسئله چیه. سلام به نام خدا. سلام وقتتون بخیر. من به نظرم امین عزیز دل برادر شد من بهتره و ممنون میشم امین شما بزرگتره ما ولی چشم پرچی میگی یعنی که یه رو پایین هست این چهار رو فرنا اول به هیچه چه اتفاقه. بچه ها دارم میپرسن توی پیغامه که اصلا موضوع بحثم چیه. این فقط یه خطی بگی موضوع بحث چیه و بعد حالا خودت هم معرفی کنی. اینا بلو موضوع بحث اینه که میخواییم صحبت کنیم. ما سه نفر جاهای مختلف گروه های مختلف اتمی مولکولی کار میکنیم و بحث فقط همینه که یک کمی راجع به کاری که میکنیم توضیح بدیم فضای کاری که هست و اینکه آدم روزش چجوری میگذرونه چه کار عادی میکنه چه چیزایی تو این گرایش مهمه. بیشتر تا اونجایی که من متوجه شدم بحث میره به این سمت و سو. حالا اگر بحثی پیش بیاد سوالی پیش بیاد وسطش دیگه میتونیم بپریم بر اون وقت. آره ما یه برنامه داریم هدف اینه که گرایش های مختلف فیزیک رو معرفی کنیم به این صورت که آدم هایی که یه وقت زیادی گذاشتن توی این حوزه ولی خب هنوز مثلا کامل فاصله نگرفتن استاد نشده هنوز دستشون بزن دیگه دانشجوی بنده ولی خب مثلا حداقل فوق لیسانسی تون گرایش گرفتن بیاریم حرف بزنیم. مخاطب اینجوری تنظیم شده که یه کسی میخواد بیاد فیزیک بخونه ولی نمیدونه واقعا کدوم رشته کدوم گرایش براش خوبه. این هدف از اینه. امروز هم راجع به اتم مولکولی میخوایم حرف بزنیم. برنامه قبلی ما راجع به نجوم و اختر فیزیک صحبت کردیم که اون ضبط شده واسه همین میتونید برید اون رو توی آی جی تی وی یا یوتیوب ما ببینید و سابسکرایب کنید که مثلا برنامه بعدی هم براتون بیاد. بریم سراغ امین. خب یکی داره اضافه میشه. هورا سعید است. سلام. سلام سعید. سلام. خدا رو شکر کنه. خب فکر کنم من برم فاطمه میتونه هرچی. شما دستتون درد نکنه تشریف رو بردیم. خواهش کنم. سپاس بذارم از شما. سعید تلاش زیادی کرد برای هماهنگ شدن این برنامه. ازش تشکر میکنم. امین جان شما معرفی کنید که زیاد معطل نشیم توی این داستان. 10 دقیقه گذشته. سلام من امین تاجیک هستم
لیسانسم و ورودی سال 88 لیسانس، همونطور که عباس جان گفت، دانشکده فیزیک دانشگاه تهران. بعد از اینکه لیسانسم اونجا گرفتم، گرایشم شما گرایش داشتیم اون موقع، الان فکر میکنم برداشتن، گرایشم اون موقع حالت جامد بود که البته این یعنی فقط سه تا درسی که مربوط میشد به حالت جامد باید انتخاب میکردیم آخر سر. بعد اومدم اتریش، اینجا فوق لیسانسم و تو گروه یورک شمید مایر که کار فیزیک اتمای خیلی سرد چگالش بوزنشتین یک بودی انجام میده شروع کردم. اینجا اول یه پروژه همین مثل شبیه پروژه های لیسانس خودمون از اونا گذروندم و بعد توی گروه که ببینم چجوریه یکمی وارد کار بشم و کار رو بتونم یاد بگیرم، بعدشم فوق لیسانس هم انجام دادم و بعد تصمیم گرفتم دکترا هم اینجا بمونم. پس شما از فوق لیسانس همین دانشگاه فنی وین بودی؟ بله. خیلی خوب. اوکی. الان سال چند دکترایی؟ من الان تا 3 ماه دیگه سال 4مش تموم میشه. خیلی هم خوب. و تو گروه ما معمول اینه که مثلا آدم ها دیگه خیلی خوب بتونی جمع کنی، دیگه نزدیک 5 سال، زیر 5 سال میتونن جمع کنن، اگه نه که 6 سال تقریبا طول میکشه. اوکی. اونجا هم سیستم مثل ایران خیلی چیز لیسانس و ارشد و فوق جدا، 3 سال اینا، 3 سال اینجا تو اتریش لیسانس من میخونن، که البته حالا کی بتونه واقعا 3 سال تموم کنه، مثل تو ایران هم سواله، همه 3 سال تموم میکنن. بعد فوق لیسانسه که به شکل اسمی 2 ساله، ولی اونم بازم بیشتر طول میکشه، چون قدیمتر اینا سیستمشون اینجوری بود، تو 5 سال همه چی با هم بود، یعنی کارشناسی ارشد پیوسته بود، بعد الان جداش کردن، خود پروژه لیسانس یه سالی طول میکشه حداقل، ولی توی برنامه درسی فقط یه ترم که مثلا 4 ماه باشه براش اختصاص میدن. برای همین اصولا مخصوصا اگر کسی کار فیزیک تجربی بخواد انجام بده بیشتر طول میکشه، 2 تا پروژه باید تو فوق لیسانس انجام داد که اون خودش خیلی به جهتگیری کمک میکنه، ولی بالاخره زمان لازم داره. اونجا اون 2 سال بعد دکترا هم دیگه بازه تقریبا، یعنی هیچ کس کنترل نمیکنه شما چند سال داری دکترا میخونی، دست خودت تا وقتی، چون تو فیزیک معمولا اون استاده که داره هزینه رو پرداخت میکنه و حقوق میده به دانشجو، دست استاده که بدونه که تا کی میخواد پول بده به دانشجو، کی میخواد تمام. خب حالا راجبه اینا جلو تریکمی بحث میکنیم. مرتضی جان شما برام بگو، شما با امین هم دوره بودی داره توی لیسانس یا شما بزرگتر از امین بودی؟ من کوچکتر هم داشت امکان دارم از شوخی، من 84 رفتم در واقع لیسانس، بعد از 84 که شروع کردم 5 سال در تهران بودم لیسانسم، 89 شروع کردم کجا رو؟ سال 91 همون تهران بودم. 91 که تموم شد اومدم زنجان اپتیک کار کردم. تا وقتی که تهران بودم میشه گفت گرایش اصلی حالا جامعه بود. ما با دکتر میری کار کردی ببخشید. یعنی بله با دکتر میر فایز. یعنی یه کاری کردم که همیشه خیلی دوستش داشتم که سال 4 رو من میتونستم تموم کنم. بعد ولی یه سال کشش دادم 30 تا درس تو دکتر چه بخشی؟ نه تو لیسان نبود تو لیسان نکن یه سال کلن پاس کردم بیا نزدیک آرس بکنم همه یه رایش رو کندم یه دو بعد آره با علاقه بود، یعنی اینکه آخرم نقردادم که من خودش ازش گرفتم، ولی همیشه خیلی برام خوب بود چون فهمیدم قبلش میدونستم باید چیکار کنم، ولی بعدش رفتم بهتر فهمیدم، خیلی بهم کمک کرد. به شدت مثلا من نجوم خوندم 20 و چند واحد نجوم و گرانش که یه هاشه نسیم، حتی بهم میگفتم بیا اونجا چیز کن، حالت جامد خوندم، هستهی خوندم و غیره، همین رو خوندم. بعد ارشد رفتم کار تئوری کردم، دوباره خیلی بهم کمک کرد
چون که یه آفتی که هست توی ایران که شما وقتی میرین کار تجربه میکنین اگه حواستون نباشه تئوریتون ضعیف میشه. یه جورایی یه سری محیط بهم گفت که این مواقع باش این تئوری باش دوست به میری خیلی بهم کمک کرده با هم جهت داد و اگه اون کار نمیکنه این اتفاق نمیافتاد من تئوری کار بشم توی ارشد بنظرم خیلی افت شدیدی میکردم به خصوص خواستم توی ایران بمونم. بعد اومدم زنجان یه مقدار اتفاقات من رو سمت اپتیک برد، یعنی من خواستم تجربی کار کنم تو زنجان ماده چگار بری خب کسی نبود عملا به سمت اپتیک رفته شد. دکتر اخلاق خیلی کمک کرد، دکتر توسلی جفتشون استاد راه نمان بودن و دمشون گرم و دوباره این بینوشتهی بودنه بین چگار و اپتیک خیلی بلا دکتر میرفاز میگه من اینجا رو دوست دارم این بسط رو من باید سواد ندارم. الان شما دکترتون تموم شده ولی یک فعالیت پست دکتری داری داره و میدونم که مثلا شرکت هم کار میکنه داره مخلوطی از همه این هست تو پست داک و دکتر چیز کار و در واقع سربازی الان مثلا یه جورایی به عنوان سربازی ما جاش زدیم ولی خب عملا کار و پیروی مهمه. خوشبختانه خدا رو شکر من عملا نرفتم سربازی خیلی کار خاصی بکنم تو پادبان بعد از 2 ماه برگشت. پس خب خوبه چون شما الان کسی هستید که دارید از راه اپتیک پولم در میارید یکم اینو حالا جالب تر راجبش حرف میزن. من تلاشمو میکنم که این وسط یه جوری فاطمه رو به بچه‌هایی که فرستادم تو آریزونا موبایل دیگه بهش بده بیاد داخل ولی فعلا که هنوز نشده. آ بذارید با این صحبت این خیلی چیز جالبیه. مثلا ما میگیم فیزیک حالت جامد یا فیزیک ماده چگال این طبقه بندی متفاوته با اون طبقه بندی که میگیم فیزیک اتم و مولکولی، یعنی فیزیکو خیلی شیوه های مختلفی میشه مثلا تقسیم بندی کرد. یه راه ساده اینه که مثلا میگم فیزیک نظری، فیزیک تجربی و مثلا فیزیک محاسباتی. این یه دسته بندیه. یه دسته بندی هم هست که راجبه اون در حقیقت مقیاسیه که ما داریم به پدیده ها نگاه میکنیم، یعنی احتمالاً حالا منو اصلاح کنید اگه شما فیزیک اتم و مولکولی فیزیکیه که مسائلش توی اون مقیاس اندازه است، یعنی اتم ها و مولکول ها. نه با هسته کار داریم، نه با پروتون نوترون کار داریم، نه مثلا با یک کهکشان. آره میشه اینطور گفت. آره به نظر من چون میگم البته واقعا همیشه به نظر من بستگی داره که چقدر عمیق آدم تو کدوم بخشش وارد بشه. مثلا یه سری تئوری ها هستن که وقتی اون تئوری آدم میگیره میره میبینی چند جای مختلف فیزیک به شکلهای مختلف همون در واقع اون بند و بساط ریاضی که استفاده میشه داره تو جاهای مختلف فیزیک استفاده میشه. و ولی اینی که میگی به نظرم یه چیزیه که شاید از 10 نفر بپرسی 8 نفر بگن آره دقیقا منم به نظرم همین این تعریف خوب میاری. آره چون ما مثلا من چیز داریم تو به خب خدا را شد من گوشی مشکل داشت ببخشید گوشی دیگه دست شما درد نکنه دستان کسی گوشی دوم داد درد نکنه. خب فاطمه بچه ها خودشون رو معرفی کردن گفتن چی کار میکنن که خب خدا را شد شما خیلی آن تایم اومدید و الان نوبت شما تو بگید شما چی کار میکنید؟ چی خوندید؟ الان از کجا سر در آوردید؟ الان هم اونجا چیزه؟ روز شبه؟ کیه اونجا؟ اینجا روزه بر همین نور خیلی بده از پشت نه خوبه ما سر صبحمونه. من فیزیک بودم بدون گرایش خواستم خوندم دانشگاه تهران. از هر دوی این دوستانم کوچکترم. وقتی من رفتم اینا همشون دانشجو بزرگا بودن. من خیلی هم بزرگ نبودم 2 سال همه بردی 88 هم نبود بودیم من نقدا خدور مرد بودم. بعد
من وقتی میخواستم اقدام کنم برای اپلای برای بایو فیزیک میخواستم اقدام کنم، موقع اول بایو فیزیک بود فکر کنم، مثلا فقط دانشگاه تکمیلی زنجان یه بایو فیزیک کار داشت، یه دونه شریف. بعد که خب مثلا خیلی هم کار تجربی نمی کردن و اینا، که اون شد اول این که مثلا من خواستم اقدام کنم جدای این که تو فیزیک دانشگاه تهران هم میخواستم برن. بعد من برای بایو فیزیک اقدام کردم، اومدم آمریکا، بعد دیدم انقدرم که من فکر کردم بایو فیزیک راحت نیست. نه من یادم، من سلول میشمردم، نه باکتری بود، باکتری میشمردم همش میمردن. اونجا بود که برای این رشته ساخته نشدم. برای اونایی که حالا شاید این قضیه رو نمیدونن، از سیستم آموزشی آمریکا این شکلی که شما لیسانس میگیری، بعدش اصطلاحاً میافتید توی دوره دکترای خیلی طولانی که مثلا حدود 5 ساله، مثلا فوق لیسانس دکترا توی آمریکا چسبیده. برای همین شما اول دکتراتون یه مقدار قابل تجربه باید درس پاس کنید و بعد کم 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 برید توی ریسه. این خوبیش به نظر من یکی از خوبیهاش اینه که شما اونجا میفهمید اگر من این موضوع دوست نداشتم میتونم بپرم این طرف ده. آره مثلا بعضی دانشگاه چون من پولم از استاد نمیگرفتم، من بر دانشگاه تدریس میکردم، بعد خیلی راحت مثلا کار میکرد به یه استاد میگفتی نه من خوشم نمیاد، بل میکردی میرفتی. آره ولی از اون وقتی پول نداشتی پول نداشتی. آره این دیگه اینجور که من آخره واقعیتش من خیلی جدی بخوام بگم، من اصلا بی پولی شروع کردم با استادم کار کنم. تابستون اومده بود، من فاند نداشتم، درسم نمیتونستم بدم، این استاد دانشجو نداشت، یه استاد تازه کاری هم بود. من شروع که من ایران کار ابررسانایی کرده بودم، نمیخواستم. فوقت تو ایران بودی؟ فوقت ایران بودی؟ فوق نگرفتم. از لیسانس اپلای کردی برای فوق؟ من از لیسانس رفتم، دو سال آخر با دکتر محمدی زاده دانشگاه تهران کار میکردم. من لیسانس هم 5 ساله گرفتم. اونا از مشکل معروفشون آره، کار ابررسانایی میکردیم اونجا. من دنبال یه کاری میگشتم که اون نباشه ولی نزدیک باشه، یه ذره هیجان داشته باشه، مثلا دیگه پیغامی نباشه که کار کردی. بعد دیگه با این هم شروع کردم کار کردن. بعد مثلا فکر کنم نزدیک 5 ماه دیدم خب من خیلی از کار این خوشم میاد. اینجوری شد که من موندم با کار کردن. و خیلی آدم جالبی هم هست، جزو ما کارمون ولیترونیکه، کوانتوم کامپیوتر هستن که دنبال اسپینترونیک بودن، میخواستن با اسپین انفورمیشن تو مموری داشته باشن. ما این کار رو با ولی میکنیم. ولی چی؟ ولی مثلا من پسر خانم اسمش ولی. پسر خانم تو مثبت منفی نداره، ما داره. بعد یه درجه آزادیه توی کریستالایی که توشون سیمتری نداره. سیمتری چی میشد امین به فارسی؟ تقارن. تقارن تقارن فارسی عربیه در موقع. بعد این کریستالایی که تقارنشون میشکنه، تقارنشون مثلا یه حالت اینجوری میشکنه که یه سریاشون مثبت، مثلا فرض کنید یه دونه 8 ضلعی داری، تو این 8 ضلعیه اکشلی 6 ضلعی، این 6 ضلعیه 3 تا یه اتم، 3 تا یه اتم دیگه، یا چیدمان اتم‌ها یه جوریه که 3 تاشون یه مدل برخورد می‌کنن، 3 تاشون یه مدل دیگه. بعد شما می‌تونید با اینو بازی کنید، روشون اطلاعات بریزید. آها یعنی شما ساختار بلوری این جونورها رو اگر یه کمی دستکاری کنید میتونید مثل هاردی که روش فایل ذخیره میشه ازش استفاده کنید. تقریبا دقیقا ما داریم این کار میکنیم. الان سیستم اینجوریه که ما بیشتر روی موادی که میشه باشون این کارو کرد کار میکنیم، سمی کاندکترهایی که نیمه رسانه هایی که این خصوصیت رو دارن. و اینا یه لایه شون، نه اینکه مثلا چند لایه هم باشه کار نمیکنه، یه دونه لایه شون اگه باشه این تقارن انقدر خوب شکسته چون قشنگ میتونی اینا رو یه دوست مثلا شما میتونید اگر اپتیکی بخواید نگاه کنید، میتونید فوتونایی که اینا آزاد میکنن نگاه کنید، اینا تو انرژی های مختلف شما میگیریدشون. اگر مثلا
چی بهش میگن؟ مگنتیک فیلد، میدان مغناطیسی. میدان مغناطیسی. من انقدر بد نبودم، من کرونا گرفتم، حافظم خیلی بد شده. خواهش کن یه چهار اشکنه. خب پس شما الان کارتون یه کاریه که خیلی هم کاربردیه، که یک جوری مربوط میشه به کامپیوتر کوانتومی که خیلی تکنولوژی لبه علمه. فقط یه چیزی من نفهم، کارتون از جنس آزمایشگاهی یا تئوریه؟ من کارم کلا آزمایشگاهی. آها، یعنی شما صبح بلند میشید توی یه آزمایشگاهی میشینید، به چیزای ور میرید، بعد یه چیزای گزارش میکنید، دوباره فردا همینجوری. ما آره دیگه، ما کار آزمایشگاهی انجام میدیم، تئوریست داریم جدا. توریست هم میکنم این اطراف نیستن. آتو میگیریم، خلاصش میکنیم، میفرستیم برای مثلا چند تا توریست. هر چی اینجوری بود که اوکی من علاقه من یا من دانشجو دارم، ما شروع میکنیم کار کردن، مقاله نوشتن رو اون. ولی خودمون مثلا خیلی مثلا توریاش خیلی خفنه، خیلی جالبه، خیلی ریاضی داره، من شخصا مثلا بلد نیستم. من میدونم که چی میتونم ببینم، چی میگیرم، چه جوری میگیرم. اوکی. بنا یا مثلا کار دیگه که ما میکنیم دو تا برداره. ما اطلاعاتو میگیریم، میفرسیم برای تئوریست. بعضی وقتا هم تئوریست تئوریو داره، دنبال یه چیز میگرده. دنبال یه نفر میگرده که این آزمایشو کرده باشه یا شرایطشو داشته باشه که با تئوریش مطابقت کنه. ولی ما عملا اون بخش آزمایشگاهی شدیم. پس شما کل گروهتون کار تجربه میکنید در عمل. خوبه. حالا راجبه میام حرف میزنیم. خب پس الان ما اینجا فاطمه رو داریم که یونیورسیتی آریزونا کار تجربی میکنه روی اتم مولکولی. کارش یک جورای شبیه به اپتیکه، ولی اپتیک نیست چون خیلی بینابینه. امین روی چیزی کار میکنه که من همشهد اسمش خوشم میاد، چون اولا آدم فکر کنه شوخی میکنه باهات، ولی واقعیه. یعنی میگه که من حوزه مطالعاتیم اتم های فراسرده. بعد مثلا میگه که یعنی چی؟ مثلا اگه اتم داغ داریم، اتم مثلا ولرم داریم. امین اینو بگو و ارتباطش با ماده چگال و فیزیک اتم مولکولی هم بهمون بگو. این برای من خودم خیلی جالب بود، چون من وقتی اولین بار که اینو دیدم و شنیدم داشتم همینجوری میگشتم، چون باید اینجا تو فوق لیسانس میگشتم دنبال استادایی که برم یه پروژه در حد پروژه لیسانس انجام بدم. تو فوق لیسانس اینجا دو تا از اونها باید انجام داد، علاوه بر کلی درس که آدم باید بگذرونه. داشتم دنبال اون میگشتم، اینو نگاه کردم، راستش برام خیلی جالب بود، ولی آخر سر خوب نفهمیدم مثلا اینو دقیقاً چیکار میکنه. خلاصه ایمیل زدم به استادو، دو سه بار ایمیل زدم جواب نداد، سه بار، چهار بار، خلاصه یکی از اون پستاکایی که اونجا بود جواب داد و گفت آره فلان روز بیا ما آزمایشگاه رو بهت نشون بدیم. اینجوری بود که من این آشنا شدم در واقع خودم با این. و اینجوریه که راجع به فیزیکش تعریف کنم، اینه که آره واقعا یعنی اتما سرد و گرم داره و اینجوریه که خب این گرمش همین اتم ها و مولکول های هوایی که ما الان داریم نفس میکشیم، اینا خیلی سریع دارن این بر اون بر میرن. یعنی اینا نزدیک به سرعت یه دونه هواپیما دارن تو همین محیطی که ما نشستیم این بر اون بر میرن. و اگر آدم بتونه اینا رو بگیره با روش های مختلف بشونه سر جاشون، اون وقت تو این مسیر یه گزار فازی اتفاق میفته که سال 1925 اینشتین پیش بینی کرد. یعنی اون موقعی که داشت این آمار بوز اینشتین رو مینوشت و کار میکرد که گاز کامل کوانتومی رو داشت روش کار میکرد، در واقع بر پایه اون کاری که بوزه اون دانشمند هندی انجام داده بود، اینشتین اینو خوند، گفت چه جالبه و شروع کرد خودش یه ذره گسترشش داد. بعد پیش بینی کرد، اون موقع اینشتین به خودش گفته بود که آقا این اتم‌ها رو وقتی هی بیاری کنار هم، وقتی فشار رو زیاد کنی، یعنی هی اتم‌های بیشتری رو بیاری به اون دمای خاص، از یه جا به بعد اینا اتم‌ها میرسن به اون جایی که دیگه خیلی به اون حجمی که میگیرن، یعنی میرسن به اون، همشون میرن تو اون حالت پایه و اونجا دیگه به حجم هیچ چیزی چی میگن؟ نه 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 کانتریبیوشن میخوام بگم،
هیچ مشارکتی تو اون حجمی که اونجا وجود داره ندارن. خب آقا بذار من همین بحث خیلی داره تخصصی میشه داره یه جوری که منم بفهم. خب من یه چیزی رو میشناسم از فیزیک دبیرستان که بهش میگن اصل طرد پاولی. اصل طرد پاولی میگه اونایی که مثل الکترونن که بهشون میگیم فرمیون، اینا نمیتونن همه چیزشون شبیه هم باشه از لحاظ خصوصیت کوانتوم، یعنی نمیشه دوتا الکترون رو دقیقاً بذاریم یه جای خاصی از اتم، یعنی عددهای کوانتومی. و بعد ما توی فیزیکیات گرفتیم که ذرات از لحاظ نگاه آماری دو جور رفتار میکنن، به بعضیشون که مثل الکترون و پروتون و نوترون به اینا میگیم فرمیون که اصل طرد پاولی برشون برقراره و اینا اینجوریه که نمیشه یه جایی اصلا علت این که مثلا ما ساختار بلودی داریم و اصلا استراکچری شکل گرفته اینه که این اصل وجود داره. ولی خب یه سری ذره دیگه هم داریم که اصطلاحاً به اینا میگیم بوزون، ولی بوزونای اصل طرد برشون حاکم نیست، واسه همین همه رو میتونیم یه جایی جمع کنیم که اصطلاحاً بهش میگن چگالش، که خب مثلا آقای بوزون اینشتین راجبش صحبت کرد، به افتخار اینا به میگیم چگالش بوزون اینشتین. خب الان من سوالم اینه که اتم پروتون داره و نوترون داره و الکترون که همشون فرمیون هن، بعد شما چه جوری دارید اینا رو دوچاره چگالش بوز اینشتین میکنید؟ یعنی چی؟ اینا در واقع همه اون این بر اساس اسپینشون دستبندی که میکنی اتم ها رو متوجه میشی که یه سری از اتم ها در نهایت مثلا روبیدیوم 87 که ما اینجا باشون کار میکنیم، اینا در نهایت این اتم ها بوزون میشن. یعنی تعداد هسته، اسپین هسته با اسپین الکترون ها و همه اینا که هم جوری جمع میشه که اینا بوزون میشن. یعنی پس خب ما اسپین یه خاصیت کوانتومیه که این ذرات کوچولو موچولو داره، ولی اینجوریه که مثلا اگر یه اتم خاص مثل روبیدیوم آره، این اینجوری نیست که حالا بگیم چون پروتون ها همه فرمیونن الکترون ها همه فرمیون، اما اینا رو در نهایت وقتی نگاه میکنیم به کل این ساختار بگیم یه چیز، این آمارش آمار بوزونیه. آها برداره دیگه، اونا با هم جمع میشه. همه اونا که میگی اسپین یه سری بردارن که با هم جمع میشن. بعد حالا شما میگید اینا رو با مثلا چیز، شما کار تجربی یا کار تئوریه؟ من کارم تجربیه، عملا بیشتر وقتم به گرفتن داده و تحلیل داده و اون، ما یه کمی کمتر اینطور که، یعنی خیلی شبیه به همون که فاطمه گفت، ولی ما یه کمی کمتر اینجوریه که جمع کنیم داده رو بفرستیم برای تئوریستا. خیلی بیشتر تئوریستا ایده هاشون رو میارن سمت ما، ما امتحان میکنیم ببینیم که این میشه یا نمیشه. بیشتر یعنی بیشتر تئوریایی هم که رو کار خودمون انجام میدیم از دل خود گروه اومده بیرون که مثلا یه سری هاش ایده های استاد باشه، یه سری ایده های تئوریست گروه باشه. مثلا گروهمون همیشه یه تعدادی تئوریست داریم تو این گروه آزمایش، تو این گروه تجربی که اونا کار میکنن رو تئوریا و در واقع اون حالت پلو ایجاد میکنن. ولی مثلا خود من کاری که میکنم یه سری همکار دارم که تئوریستن، با اونا مستقیم کار میکنم. پس حالا اینکه شما میگید اتم سرد، منظور اینه که از لحاظ اصطلاحاً حالت‌های انرژی این اتم ها رفتن توی پایه‌ای‌ترین حالت‌ها قرار گرفت، و چون حالا اونجا یه اتفاقات بامزه‌ای میفته به اسم چگالش بوزنشتن، برای شما جذابه. بله. خب این به چه دردی میخوره؟ دردش اینه که بستگی داره که دردی باشه. یعنی سوال، یعنی اون اگر یکی علاقمند باشه به دونستن چیزای پایه‌ای، مثل اینکه سیستم‌های بس ذره‌ای توی سیستم بس ذره‌ای کوانتومی چه اتفاقی میفته، اگه علاقمند باشه به شبیه سازی‌های کوانتومی، آقا من الان این یه سیستم کوانتومی تر و تمیز، یعنی فرق این سیستمایی که با اتم‌های سرد به دست میاد که حالا الان شاید مثلا شبکه های لاتیس میشد شبکه آره یا چی؟ آره. شبکه های اپتیکی، اپتیکال لاتیس ممکنه شنیده باشین که یه سری دوتا نور رو به هم میتابونه، یعنی دوتا پرتوه نوره میاد تداخل میکنه تو اون پیکا و اون شکما و اون جاهایش که صفر میدان، اونجاها شما میتونی اتما رو نگه داری و عملا یه
کریستال تر و تمیز که کنترل داری روی برهم کنش اتماش اینا درست میده. این همه که بسید انبورک نوری؟ نه، انبورک نوری یه چیز دیگه است. انبورک نوری شبیه یه جورایی، اونم دوباره شما میای با نور میگیری اتما رو میتونی این مرومر بکنی، حالا اتما باکتری هرچی توی بیوفیزیک هم خیلی استفاده میدارن. این فیلم ماتریکس اینجوری یه چیزایی اینجا میزنید، بعد مثلا اینجا برای خودتون یه کریستال با اون نظمی که دلتون میخواد عشقتون میکشه درست میکنه. دقیقاً یعنی فاصله اون پتانسیل بین اون، اصلا این کار من نیست، ما کارمون متفاوته، ما اینجا لاتیس نداریم، ولی این دارم کلا میگم که اتمای سر جاهای مختلف این درده که هست اینه، این درد شبیه سازی کوانتومی، مثلا اونایی که میخوان همیلتون بزهاوار رو بخوان مثلا شبیه سازی کنن، ساین گوردون شبیه سازی کنن، من میدونم یه سری اسم میگم اتفاقا هیچکم بزهاوار داته معروفه، درسته؟ شنیدی؟ من توی شبیه سازی دیگه شنیدم، همین بزهاوار ما بزهاوار تو شنیدی؟ بزهاوار؟ بزهاوار شنیدی؟ یه نوع بزه؟ دارم درست میگم بزهاوار؟ من هاوارد شنیدم، بزشو نشنیدم. منم بداره بوز هاوارد مدل. آره خب پس شما چون از لازم مکانیک کوانتومی این کارهای شما یک عالم کاربرد داره توی اینکه ما بتونیم اول از همه تئوریامونو اصطلاحا تیون کنیم که ببینیم تئوری دقیقاً چجوری کار میکنه، بعد از اون طرف هم میتونیم این چیزایی که حدس میزنیم در عمل باید چجوری کار میکنه توی کامپیوتر و شبیه سازی هم میتونیم میزو کنیم. خب خیلی خوب شد، جالب شد. به علاوه یک چیز دیگه هم بگم عباس، چون اولش دیدم که مرتضی گفت داری پول در میاری، اینا مردم همین الان با همین اتمای سرد دارن گرانش مت، گرانش سنج، آره خوبه، گراویمیتر در واقع سنج، یعنی قطب نما سنج هم هست، اکسلرومیتر همچین چیزی از اونا میسازن و میفروشن. یعنی یه شرکتی هست اسم میوکانس تو فرانسه که اونا دستگاه همه این، یعنی الان میتونم آزمایشگاه حالا بعدا نشون بدم که دو تا میز اپتیکه به چه عظمت داره اینجا کار میکنه، اینا همش رو توی یه چیزی ساختن، اینقدر با یه جعبه بغلش همه لیزرها و اینا همه چی اون توه، بعد اینو میتونن ملت ببرن این بر اون بر باهاش جی اندازه بگیرن و این اینو به عنوان یه محصول دارن میفروشن، عرضه میکنن و میفروشن. این خیلی شناسایی امواج گرانشی هم از این فناوری استفاده شده. خب اون خیلی پیچیده تره، یعنی سیگنال هایی که برای امواج گرانشی باید توی لایگو اینا میخواستن ببینن خیلی کوچیکتر از اینا. خب اونجا پیچیده تره، به این کوچولویی نمیشه، ولی دقت این کار دقیق ترین وسیله برای این کار نیست، ولی به خاطر ابعادش خیلی، به خاطر ابعادش و به خاطر اینکه میتونن خیلی ازش بسازن و بذارن جاهای مختلف از خیلی دستگاه‌های دیگه، میتونه رقابت کنه با خیلی دستگاه‌های دیگه از اینا. چون اون جایی که تو صنعت الزاماً بهترین دقت ممکن رو واقعا نمیخوان، اونا خودشون دقتش به اندازه کافیه. خب کلن فیزیک اینجوری دیگه، ما همیشه سواله اونه چه دقتی نیاز داریم، حالا بریم اون وقت لیکه میخواییم رو درست کنیم براش دیگه. آره من یادمه که راجبه اون دقتی که مثلا راجب توی لایگو نیاز بود، از مرتبه مثلا دهم شعاع پروتون ما باید دقت داشتیم. خب من یادم نیست، من عدد رو میشنوه واقعا چیز میشه. خیلی خوب، جالب شد. خب مرتضی شما چی کار میکنید؟ شما که الان یه ذرم دیگه از دانشگاه مثلا دارید رسمن میگید من کار صنعتی هم دارم میکنم، این شما رو چی کار میکنید؟ شما اتوماتون سردن گرمن؟ قبلش چیزی بگم در راسته حرف امین، اینا من خیلی امین تصدیم کنم، بکنم اینطوری از تماره سرد میکنن، اسپینش مشخص میشه توی فضا اگه درست بدونم، بعد میدان مغناطیسی باعث میشه اینکه این بشه، درست میگم امین؟ میدان مغناطیسی هم چه اسپینش باید نه چه بستگی داری؟
یعنی میدونی خیلی آزمایش‌ها واقعا خیلی متفاوته. یعنی این خودش گرچه داشتم میگفتم اون 1925 اینشتین گفت، بعد 70 سال بعدش اولین بار اینو درست کردن و الان یه یعنی داستانیه، هر جا برای خودشون یه سیمیان درست میکنن و چیزهای مختلف رو باهاش چیز میکنن. ولی بله ممکنه بچرخه. حالا شما میتونی ادامه بدیم ببینم چی بوده منظور از مرتضی به وقتی. حالا بعدش میخواستم یه کمی چیز کنم، شوخی هم بکنم، اینه که البته دوباره شنیدم ولی این کفترها خیلی جذابشون بقیه میگن یکی از کاندیدای این که خوب جذابی میکنن خب بچه های کوانتومی هم یکی جوره یه افتر رو کاری میشد میدونم تو من لازم بگذاریم. نه من اصلا شنیدم که سوالی بود که این کفترها چه جوری جهتگیری میکنن بعد از این گوز دینه های اینجوری. خیلی بامزه است. آره به امین فرمیده اون راجبه کفتره کاکل به سر یه چند تا پیپر خوب بیاییم بنویسیم. مرتضی شما چی کار میکنید؟ ما اتما میزنیم ما دوران هم من صدا تو بد دارم مرتضی ببخشید نه ما دوران دیگه حال کنیم. از چه جور؟ از چه جنبه ایم؟ جنبه فیزیکی اپتیکیش راستیتش رو بخواین ما تقریبا هر کاری که اندازه گیره دقیق یه پای ثابتش باشه رو سعی میکنیم بشه ناخونکی بزنیم. اندازه گیری های طول، ضریب شکست، تغییرات اینها. بعد یه واقعیت هم هست، خب حالا همیشه امکانات هر جای عالم یه حدی برای آدم میذاره، فرق نداره ایران باشه خارج. ما کمی سیستممون از سیستم‌های کلاسیک تره. ما معمولا روشمون بر مبتنی بر تداخل سنجی و پرایش سنجی و غیره هست، ولی میبریمش به این سمت نانومتر رو، دقت های نانومتری و اندازه گیری نانومتری. فرقی هم خیلی نداره که، یعنی اینطوری نگفتیم حتما ما روی این، یعنی چند تا چیز چند تا یعنی مبحث و مشخص کردیم، یعنی اینطوری نیست بریم رو بقیه چیزها سرمایه گذاری میکنیم. یه چیزی که دو سه سال خیلی وقت گذاشتیم واسش اینه که استفاده این موارد بوده به خاطر در واقع زیست شناسی. ما میکروسکوپ های سه‌بعدی، تصویر برداری های سه‌بعدی، داده برداری های سه‌بعدی، چیزی که تو دنیا هم رو بورس رو ایران هم خب مندت خوب سرمایه گذاری میکنن. دانشگاه تسلا تکمیلی هم کلن توی ایران فکر کنم تسلا تکمیلی زندان جز اون دانشگاهی که روی اپتیک خیلی کار کرده، یعنی چند سال من خیلی شنیدم. آره ما یکی از بزرگترین گروه های اپتیک رو داریم عملا، یعنی جایگاه اول دوم بین تحصیلات تکمیلیه به نظر من جهت اپتیک تجربی البته و مرکز ملی لیزر شهید بهشتی. اونا خب شهید بهشتی امکاناتشون خیلی بیشتره. بله دانشگاه فیزیک نه. ولی حالا خیلی نمیخوام تأثیر چیز کنم، ولی از یاد چه امکانات، چه دانشجو، چه پروژه ها، این دوتا تقریبا جز اون اولی ها هستن. بقیه ناسه دانشگاه تهران خیلی امکانات داشت خوب بوده اینا، ولی کم کم از این قافله هی داره عقب تر میمونه، چون شما باید سرمایه گذاری کنی. دانشگاه تهران کمی سیستم سرمایه گذاری کردنش برای گروه اپتیک فکر کنم با تأخیر همراه بود، خب بعد کمی نتیجه ها مشخص شد. ولی من متوجهم که این داستانی که میگی چیه، ولی خب خوبه. حالا فقط پس شما هم تقریبا یه جورایی عملگرا هستین، آدم تجربی کاری. من داشت یادم میامد پرید از این. ما کارهای تجربی رو خودمون میکنیم و بیشتر عملگرا هستیم. کارهای شدید تئوری نداریم به مفهومی که چه فاطمه گفتن که امین. ما تئوریامون دوباره کاراشو خودمون انجام میدیم چون از پسش برمیایم. حالا به شخص من منظورم نیست به گروهی باشتن، ولی اینطوری بگیم یه چیز لبه علمی حتما نه. ولی همیشه سعی هم میکنیم که جدا از این که
یه سری مشکلات توی صنعت هست که برطرفشون کنیم. توی خود ایران مثلا ما تداخل سنج هنوز خوب ساختن دفتر از کاری که 100 سال پیش ملت مثلا توی اروپا واقعا به خوبی میتونستن انجام بدن. تداخل سنج به چه دردی میخوره که مهمه بسازیم؟ تداخل سنج ابزار دقیقیه برای اندازه‌گیری در همین اندازه‌گیری دقیق مثلا طول دقیق شما. این دقیقا چه مرتبه برای اون اهمیت تکرار میکنی پس اما گفتی یه تداخل سنجه که مرتضی جان من یه چیز بگم فکر کنم شما در قطع و وصل میشید معروفترین چیزی که من یه کمی فیزیک خونده یادم میاد که چرا تداخل سنج خیلی مهمه مرتضی شما یه کمی قطع و وصل شدی یه کمی آره من خواستم بگم چرا تداخل سنج مهمه داشتم داستان نسبیت رو میگفتم که اولین جایی که ما فهمیدیم بابا جان این داستان اترمتر کشک و هیچ چیز اون بیرون وجود نداره اینها اولین باری که مردم یه آزمایش ترتمیزی آزمایشی که مردم به تداخل سنجی مایکی تداخل مایکلسون آره مایکلسون اصل و پایه اپتیک تقریبا و این خیلی قسم میگم با این که ما یه سری موزرات از این دست داریم خیلی از اون بس سعی میکنیم که یه سری کارایی بکنیم که در سطح جهانی هم خب بالاخره عقب نیم حالا با همون نمیکنه دیگه واسه همین مثلا خب این دو بزرگوار دیگه کارشون که میکنن خب خیلی تو محافل هست ولی ما باید حواسمون به این قضیه هم باشه که پس نیفتیم از اون بر چون خب خیلی کار مثلا چه میدونم ما مثلا میان میگن که آقا این چراغ قوه رو برای ما طراحی کن طراحی چراغ قوه کار راحتیه برای اپتیکی ولی خب تو صنعت استفاده میشه تو صنعت همه جا ایران هم استفاده میشه ولی هم مراقب باشیم اون برای اون خلاقیت و اعتبار هم از دست نره و یه نکته هم که اضافه کنم وقتی میای کار میکنی تو ایران یکمی زمان زیاد از دست میره چون حالا باید 8 سال مثلا روزی کار کنی این که با پژوهش درگیر باشی هم چالش میشه و اینکه مثلا خود من سعی میکنم یه زمانه رو مراقب باشم که هم با دانشگاه باشم هم با کار باشم چون تمام این خلاقیتی که داره درمیاد از اون فیزیک و اپتیکیه که ما خوندیم و اگه این چشمه خوش بشه زمینه کاری هم پس میفته تو هم خیلی خوبه این چیزها چون بالاخره از سه قاره مختلف داریم راجع به مسئله حرف میزنیم و این تو چیز مهمیه و یکی از دلایلی که خیلی خوشحالم که شما سه نفر اینجایید اینه که تصور ما از فیزیک همیشه تصور انشتینیه یعنی یه آدمیه که با یه ریخت مشخصی پای تخت سیه دارم تو فرمول مینویسه و اصلا این فیزیک تجربی هیچ موقع مردم نمیفهمند چیه و آدم هم خیلی مختلفن یعنی اینکه مثلا من آدمی هم که منو بکشن توی هیچ آزمایشگاهی نمیرم کار کنم چه آزمایشگاه مثلا پزشکی باشه ذائقه‌ام اینا کنار نمیاد دستم چرب بشه اصلا کار من نیست من به من یه تیکه کاغذ بدید یکی برد من در این حد رضایت میدم و چندین بار مثلا همیشه زجرآورترین لحظاتم اون موقعی بوده که رفتم توی کارهای مثلا آزمایشگاهی ولی بعدا که کمی دیگه بزرگ شدم و این تعصبام رفت کنار رو دیدم اونقدرم دست آدم روغنی نمیشه دیدم که یه نبوغ خاصی تو فیزیک تجربی هست که به ما هیچ موقع نگفتن یعنی که مثلا چقدر بعضی از این آزمایش ها با یه زیرکی های طراحی شده که اگر اینا نبود مثلا فیزیک دونای تئوری شاید سال ها مثلا یه سه چیزا رو خوب نمیفهمیدن یا مثلا به ذهنشون نمیرسید و هیچ موقع اصلا کلا یعنی همه جای دنیا برنامه لیسانس فیزیک برنامه لیسانس فیزیک نظریه به شما یاد نمیده که فیزیک تجربی چیه یه کمی راجبه این حرف بزنید که شما مثلا اوایل فکر میکردید برید سمت کار آزمایشگاه تجربی و اگر الان رفتید راضی هستید و مثلا رو پوش میپوشید میرید سر کار چجوریه بوی چیزی میاد توی آزمایشگاهتون اینا از اینا هم بگید محیط کارتون چه شکلیه صبح تا شب من اولا مخالفم که محیط کار لیسانس اینجوریه که اینا رو آماده نمی کنه برای کار تجربی
من 5 تا دانشجوی لیسانس داشتم، اومدن کار کردن رفتن کار تجربه کردن و خیلی بده. من خیلی ناراحتم که تو ایران استادا به حضور دانشجوی لیسانس تو آزمایشگاهشون اهمیت نمیدن. ما کلا آخه به دانشجوی لیسانس اهمیت نمیدن. خب نه عباس جان، در همین راستش دیدم که فاطمه گفت، من فکر کنم اونی که شما گفتی خیلی قوی تر برای کشورهایی مثل ایران یا هند، من اینجا دوستام از هند اومدن، در مورد اونجاها صدق میکنه. چرا که من اومدم اینجا در واقع یه جورایی برعکس بود. یعنی اینجا بله، اینجا من اگر میشستم یه همین تبدیل فوریهی میزدم پیش دوستام که تو فوق لیسانس مثلا، همه میگفتن وای تو چقدر ریاضیت خوبه. و برای اینکه اینجا اتفاقا بیشتر شروع میکنن بچه ها میرن اتفاقا، چون اون جایی که شما میتونی یه دانشجو سال اول یا سال دوم یا سال سوم تو فیزیک تئوری به هیچ جا نمیرسه، این ساده ترین انتگرالا رو بلد نیست، برای همین فیزیک تئوری اصلا این هیچ کاری نمیتونه بکنه. ولی شما میتونی اون همون دانشجو که علاقه‌منده، کما اینکه ما الان داریم، یعنی همین هفته پیش من اینجا حالا آزمایشگاه میگم بازم اگه بتونم نشونتون بدم، یه دانشجویی که سال اولش هنوز تموم نشده اومده و میخواد این تابستون تو آزمایشگاه ما کار کنه. مهم نیست آخر سر چه کاری بهش میرسه، ممکنه که آزمایشگاه رو تهی بزنه یا چه میدونم، میدیم یه سری دستنوشته ها رو ممکنه اسکن کنه، در این حد ساده. ولی همین قدی که تو همین محیط هست و میگه این به اون وصله، اون به اون وصله، این چیه، این اسیلوسکوپه، اینه. من خودم اومده بودم اینجا واقعا پیشگوشتی چیز نکردم، یعنی پیشگوشتی دستم نبود، اصلا نمیدونستم این پیشگوشتی چیه، چند جور پیچ داریم، یعنی یه چیز خیلی ساده. حالا اون که یه ذره شوخی، ولی مثلا اطلاعات الکترونیکی نمیدونم کسی، نه شوخی نیست، این پیشگوشتی چیه، این پیشگوشتی چیه آقای عباس خان، اسمش چیه، چند شماره آقا، ما فقط کامپایل بلدیم بکنیم. این هم اتفاقی اینجا بود، نذاشته بودم اینجا اتفاقی اینجاست، ولی پس یه سری سیم رو میمون. ولی شوخی نمی کنم واقعا، این بنده خدا اون دانشجوی دکترایی که داشت من اینا رو یاد میداد، همه رو از اول باید من یاد میداد دیگه، من هیچی بلد نبودم. و تازه حالا خوبه من افتاده بودم تو دانشگاه تهران با دکتر واعظ و با یه سری افرادی که برنامه نویسی خوب، به ما حتی تو لیسانس نمیگن برنامه نویسی اونقدر مهمه. تازه اون کسایی هم که برنامه‌نویسیشون خوبه میگن بابا این کدزنه، این فیزیک بلد نیست. یعنی عملاً با دست خالی شما میری فوق لیسانس، بعد اصلا مهم نیست چیکار کنی، مهم نیست کار تئوری بکنی یا تجربی، باید چند تا زبون برنامه‌نویسی و مسلط باشی، باید و همونی که اشاره کردین، این درک از فیزیک تجربی، این که آقا این آخر سر این معادلات نیستن که دارن دنیا رو میسازن، این معادلات اون چیزیه که برداشتای ماست، یعنی باید بیای ببینی که آقا این درمن دنیا که این رفتار آره چه خبره واقعا. و اینا چیزایی که به نظر من نمیدونم حالا چرا، چون بیشتر اساتید، چون دانشگاه ها شاید بیشتر دست استادای تئوریه، یا شاید درست دادن نمیدونم چطوری من خودم دانشگاه تهران میتونم صحبت کنم. همین دانشگاه تهران ما که بودیم، مثلا من خودم اول رسانه کار میکردم، دوتا استاد بودن کار میکردم، صف بود که بری با این دوتا استاد کار کنی، بعد میرفتی التماس میکردی تو رو خدا منو بگیر، به قرآن من جایی نمیرم، همینجا میمونم، نمیدونم اضافه برات میمونم کار میکنم، همه اینا رو که میکردی نه تازه میذاشتن تو بری تو آزمایشگاه، بعد پولم بهت نمیده، یعنی اینجوری که آقا من مفت میام کار میکنه پرم سر کلت نیست. بعد حالا بعد میخواستی اپلای کنی، میگفتی آقا حداقل ریکام برام نیست، من وقت ندارم. من کار کردم برات، چیزی هم که به من ندادی، یعنی قشنگ اینجوریه که من معذرت میخوام به عنوان نشید لیسانس شما رو آدم حساب نمیکنم بذارم به تو آزمش کنم. من این کلا راجبه تمام گرایش ها صادقه، اصلا کلا دانشجو لیسانس رو اگر دانشجو لیسانس بخواد کار پژوهشی کنه توی ایران یه تفکر سنتی وجود داره که بچه بیا برو درس تو بخون، یعنی اگر توی ایران باشه شما 15 سال فقط باید درس بخون، یعنی اینو اگر بتونن 25 بار به شما کوانتوم مکانیک پیشرفته، خیلی پیشرفته، فران خیلی پیشرفته میگم، بعد میگم خب کوانتوم فیلد تئوری 1، کوانتوم فیلد تئوری 2 3 4، بعد این بابا دارم من میخوام برم مثلا یه سمت دیگه، میگن نه اینا رو حالا یاد بگیر،
آره این ما همین من این سوال برام جالبه، شما امروز یه پیرهن سفیده خیلی خوشگل پوشیدی، با این لباس میای تو آزمایشگاه؟ نه منظورم اینه که با این لباس میشه تو محیط آزمایشگاه شما کار کرد؟ آره لباس خیلی مهم نیست، ما فقط باید کفشمون رو در بیاریم، هم که کثیف نشه، یعنی کثیف جای بیرون نبریم، همین که این دستمسک که میزنی به لیزر و اینا اگه قرار برق بیاد و اینا یه خودتو بگیره بمیری، یه وقت دستگاه خراب نشه. خدای نکرده، خدای نکرده دست حیفه. اینا خیلی برق خوبا، من برق کشی کردم تو آزمایشگاه، لوله کشی کردم. نه یعنی من اصلا ما براتون خیلی متفاوت، شما از مشکلاتون خیلی جا افتاده است. نه از چه نظر؟ چند سال اونجا لیزرشون اندازه کل دانشگاه میه. چی چی چند سال اونجا آزمایشگاهتون؟ آزمایشگاه از 2006. ما مثلا ما آزمایشگاهمون جدیده 5 ساله، بعد استاد میاد پول برق کش نداره، پول لوله کش نداره. شما تا اومد آمریکا نیستی؟ چرا اینقدر میپولید؟ استادتون با هیچ زد و بند نکرده؟ استادم داره، ولی مثلا شما اینجا از من برق کشی لوله کشی اینجا خیلی گرونه، من نمیدونم چرا. کلا خدمات اینجا هم به مقدار قابل توجهی گرونتر از ایرانه. خیلی. بعد استاد میاد نگاه میکنه میگه خب این که برق کشی خاصی نیست، بیا شما انجام بده ان شاء الله که نمیمیری دیگه. ولی مثلا ما خیلی کارمون، ما اکثر کارها رو که خودمون میکنیم واقعا چیزه، یعنی شما مثلا بعد 5 سال اکثر اوقات شما باید بتونی همه کار بکنی برای خودت دیگه. مثلا اگه آزمایش رو از اول شروع میکنیم خیلی فرق داره، شما با استاد جوان کار میکنی با استاد جا افتاده کار میکنی. من استادم تازه استاد دانشگاه شده بود ما که باش شروع کردیم. خب این پیش میاد برای تا بیا طرف مجهز کنه و بچه اینجا که نسل اول دوم دانشجوی دکترایی که میرون تو این گروه ها بچه همه کار باید بکنم، برن نهار بگیرم بیان برای بقیه کارگر ها برای خودشون کار رو پیش ببر. ولی به جز این مثلا اونش هست، ولی خب از اون بر خب خیلی هیجان انگیزتر از آزمایشگاهی که همه چیز معلومه دیگه. من یه سری دستگاه رو یاد گرفتم ببندم باز کنم، دانش معمولی خب نمیتونه. آه من یه خاطره با مزه بگم، من همه خانواده پدریم توی صنعت الکترونیک و لوستر و لامپ و اینا، یعنی همشون به این صنعت مربوطه. من تنها کسی هم که اونم سمت کار تئوری، ولی من یه زمان تهران درس میدادم، یه روز میخواد بحث راهنمای درس فوق برنامه آزمایشگاهی تو، من مثلا من پسش به وزن کشی بود و مفهوم مقیاس، من قرار ترازو بسازیم، دوتا لیوانه یه بار مثلا باید اینا سراخ میکردن نخبت میکردن و بعد مثلا یه چیزی رو وزن کنم میگم با چند تا پاکون میشه اینو مثلا سنگ. بعد زنگ بعدی توی دفتر این معلم کارگاهشون اومد گفت تو با اینا چی کار میکنی؟ گفتم چطور؟ یکی از دانش آموزات اومده و من میگه آقا میشه دوتا سراخ به من بدی؟ بعد من گفتم همینجوریام، یعنی چه دوتا سوراخ به من بده؟ ولی این بند خدا تو ذهنش کانسپت این بود، سوراخ یه چیزی که میچسبونی روی لیوان و بعد از توش میشه چیزی رو رد کرد، اینجوری که سوراخ تو ایجاد میکنی. فکر میکرد واقعا مثلا یه ابزاری میخواد اینکه تو یه سوراخی بتونی یه جایی بذاری، اول لوله خودکار بود سوراخ کنم فلا. بعد من اما خیلی به این فکر کردم که این نسل جدیدتری هم که میاد دانشگاه کمتر مثلا کار فنی ساده، یعنی که الان میگه این پیشگوشتی چنده، مثلا فرق فازمتر رو پیشگوشتی مثلا دیگه هیچ موقع ندیم، مثلا به فراخور کارشون به نظرم این بایاس هم وجود داره. طرف سوگیری هاشونه که دانشمند که از این کارا نمی کنه، دانشمند شو باید کچلوار بپوشه. مثلا من بارها مادر بزرگم میگه که مادر تو چرا یه عکس با کروات نداری؟ میگه خب واقعا مثلا کروات ندارم. بعد میگه من خارج نیستم. میگم والله اینجا نه استادم میزنه. یعنی چی اینجوری؟ ولی یه عکس بهش نشون دادم که مثلا ملت اینجا با شلوارک میان دانشگاه، یه نگاهی کرد متاسفم براتون. یعنی این من از هم چیز جالبیه، این که آدم ها اصلا تربیت بشن که بشه کار تجربه مهمه اصلا، یعنی این شما باید ور برید به نظرم خیلی جالبه. خلاقیت هم مهمه، یعنی اگر حالا تا یه جایی به نظرم خوب آدم بدونه این دستگاه چجوری کار میکنه و دستگاه چجوری کار میکنه. اینه که مثلا تو میخوای یه کدی رو مثلا باش کار کنه تو فیلد ما، برای مثلا یه ذره باید اینو بلد باشی، یه ذره اونو بلد باشی. من شخصا
واقعا کار تجربی رو دوست داشتم. من وقتی که میخواستم مثلا رفتم دانشگاه، دیدم تحت هیچ شرایطی من نمیرم بشینم پشت میز. به شما نگفتن دختر چه به کار تجربی؟ من دو تا داداش داشتم، هر دوشون کار تجربی میکردن، فیزیک نه کامپیوتر. ولی مثلا من بزرگ شدم و خونمون برای تفریح لحیم میکردیم. لحیم میزنم. بعد مثلا من واقعا رفتم دانشگاه، رفتم که کار تجربی کنم. بعد ما نداشتیم دانشگاه تهران، مثلا بعضش خوب بود باز نداشتیم. ربطی هم داره که دختر بودن یا نبودن اثری بذاره رو کار تجربی کردن نکردن؟ خیلی جالب برای من مقایسه که میکنم بین ایران، اینجا بدتره بر دخترها. یعنی یه مقدار استیوتایپش بیشتره که تو دختری فیزیک نمیخونی یا تو دختری حالا اینجوری هم چیز نمیکنی. اینجا هم اینطوری هست، ولی اینجوری که بگن که به خاطر این نتونن پیشرفت کنن نیست. اصلا کلن از لیسانس یه ذره نسبتا متفاوت، کمتر دختر ها میان. ایران تنها کشوریه تو دنیا که سر این مسئله بار جایزه گرفته از سازمان ملل. ایران تنها دانشگاهی که تعداد دانشجوی دخترش تو لیسانس بیشتر از پسر. این هیچ جای دنیا این گزاره برقرار نیست فکر کنن. یعنی شما یه تعداد زیاد من ایران تو آزمان کار میکردم، خیلی خوب 8 دختر بودیم یه پسر یا دو تا پسر. من نشینم فقط صدات خوب نمیمد. من الان شینم میگم که مثلا تو تحصیل تکمیلی که کمی چیستره 80 دکتره، یا اونجا هم تقریبا نسبت هستن دخترها نسبت به بقیه دنیا این وجود نداره. ولی آره اینجا من با امین موافقم، اینجا خودشون نه که مثلا دانشگاه بگه نیاید یا نمیگیرمتون، خود دختراشون مایل نیستن برن. از مثلا یه تحقیق بود چیز کرده بود، نیچر چاپ شده بود، از تقریبا راهنمایی دختراشون شروع میکنم یه سمت رشته های دیگه. خیلی جالب شد. شما لباستون تو آزمایشگاه کثیف میشه یا شما هم فقط در حد کفش و ایناه؟ ما خیلی راحت میریم آزمایشگاه. من با شلوار ورزشی میرم، تیشرت شلوار ورزشی. بعد دارم مثلا خب بگم آدم متفاوت هم. من همکاری دارم که همیشه با لباس رسمی میاد. نه منظورم از جنس کاره، مثلا لازم عمل بودن بهتر است که آدم دستکش دستش کنه، بهتر است که مثلا رو پوش بپوشد، مثلا گرد و خاک وارده آزمایشگاه نشود. نه انقدر هم دیگه اونجوری نیست. یه دونه ما یه قانون داریم، شما هیچ گردنبند، حلقه، هر چیزی که نورو بتونه اسکتر کنه اونو شما نباید داشته باشی وقتی کار میکنی. طبیعیه. تنها قانون ماست. خب حالا چیزه، شما خیلی همتون خوشحالید، سختی های کارتون چیه؟ کجا اعصابتون خورد میشه؟ کجاست که میگید ای بابا؟ از اینکه بحث و عوض بشه کمی، یه تجربه اضافه بر تجربه بچه ها که خب منم تو همون فضا بودم، فضایی که فاطمه همی بودم. اتفاقا فکر ماه اول بود من داشتم راه می رفتم، یه دفعه یکی پرید منو گرفت اوورد تو آزمایشگاه. همین آزمایشگاه دکتر محمدی زاده بود. آره و خیلی تاثیر مثبتی گذاشته، دانشجوی دکتراشون بود، فوق بود، بعدا دکتر شک کردم حمید بهاری نامی دمش گرم. اونجا من اولین باری بود که میرفتم آزمایشگاه، اون آزمایشگاهی که بعد خب خیلی شلوغ تر شد و بعدها هم حداقل میتونم بگم شانس رو بردم که عملا آدم ها درهاشون به روی حداقل من و اطرافیانم باز بود. داری یه مقداری شانسه، یه مقداری هم تو ایران باید یه کمی حواس خود بچه ها باشه و خوشبختانه من دارم حواس اساتید بیشتر شده الان. مثلا چیزی که توی تحصیل تکمیلی میبینم اینه که
بالاخره به هر علتی اساتید به بچه جوانتر حواسشون بیشتر هست. حواسشون بیشتر هست یعنی چی؟ یعنی بیشتر کمک میکنن؟ یعنی میارنشون. همین که شما بعد دانشجو جذب کنی، دانشجو کم شده، دانشجو خوب مثلا بعد بیاد و اینها، باعث میشه که اساتید بیشتر وقت بذارن، بیشتر جستجو کنن. این نکاتی که فاطمه همین گفتن، یاد دادن، مثلا ما یه سری یه دوره‌ای مثلا یه سری چیزایی می‌ذاشتم بچه‌ها یه سری اصول اولی آزمایش گرفتن یاد می‌دادن. مثلا دانشگاه تهران که بودیم، من یادم دکتر حسنی تابستون عشان 3 ماه توی البته ارشد بود، آزمایش‌ها کلا گذاشت در اختیار من، هیچ کسی شاید اون کارو نکنه ولی بنده خدا گذاشت و به نظرم برای هر کسی این کارو می‌کنه. یکم به تایپ آدما ربط داره. دکتر توسلی همیشه میگفت برید تو آزمایشگاه فضولی کنید، یکم خجالت رو باید گذاشت کنار. توی خارج سیستم بالاخره یه مقداری حواسش به شما بیشتر هست، ولی تو ایران خجالت رو باید بزنن که برن تو آزمایشگاه، فوقش خوششون نمیاد میان بیرون. ولی اگه برن تو و خوششون بیاد خیلی برد میکنن، خیلی نف میکنن و این هست. خیلی خوبه. واقعا مگه دانشجو لیسانسن زور چپون برن، اگه کار تجربی دوستان زور چپون برن تو آزمایشگاه. می اگه استادم میگه نه شما هی برو. آره کلا اصرار توی فرهنگ ما همه جا وجود داره. یعنی شما همه اول دوست دارن ناز کنن، ایو 10 مرتبه برید بعد ممکنه مثلا بفرستن دنبال نخود سیاه، ولی شما یکم که پا فشاری کنید بالاخره همه میگن باشه بیا این کارو بکن. خصوصا که توی ایران آزمایشگاه یه چیزی گرونیه و واقعا اگه چیزی از بین بره دوباره برگردوندن اون فکر شاید خیلی گرون در بیاد پای دانشگاه یا اون استاد. یه چیزی هم اضافه کنم الان رو گفتی یادم افتاد، دکتر سید ریحانی الان رفتن شریف یه گروه فوق العاده امبرایشنوری زدن تو شریف، بعد ایشون میگن بهترین دانشجوان و بهترین افرادی که کار میکنن بچه های لیسانس هم. خب و باشون مقاله داده، مقاله تاپ داده و از اون برم هست. یعنی یکی میبرد یعنی هممون قدر این بچه هایه که فکر میکنیم کوچکترن و اینا رو بدونیم واقعا واقعا چیز عجیب قریبی هم موجود. خصوصا که ذهنشون هنوز مقدر ساخت داری یافته نشده و میتونن سوالای با مزهی بپرسن که مثلا همیشه ما مفتیم نه این که اینجوری باید باشه همیشه رو طرف ها خوبه نشه بذاری اینو امروز این پیچه بذاره بیشتر به چرخونی بعد مثلا بعد مثلا یک چیزی کشت میکنم ما بزرگتر آقا من که نه اون استاده میاد میگه که آره این خوبه یه ذره ما به نظرم این چیز جالبیه که هم بچه ها تلاش کنم فرزمتر. ولی اینو نگفتید کجا اذیت میشید توی یه روز کاریتون؟ خانم ها مقدم شما فرض کن 6 ماه دیتا گرفتی، برنامه چیزی تئوریشو نوشتی با یه عالم آدم بحث کردی، میای آخرین دیتاتو میگیری که مقالش کنی بفرستی، دیتاش با تئوری نمیخونه. لحظه ای که من احساس خورد شدن کردم واقعا سخت این لحظه های زندگی بود. خیلی افتادم بعضی بزرگ بر من بیشتر این کار سخت این بخش کار تجربی چی بهش میگن صبره، شما خیلی آدم صبوری باشید. اون داستان باکتری مردنتون برای ایران بودنتون بود یا اونجا؟ نه من آمریکا بودم، من ایران کار تجربی بیولوژی نکردم. شما اون وقتی شاید بهشتی بودم یه هم اتاقی داشتم که رشتهش زیست بود، بعد میخواهیم گفت باکتری ها مردن، اصلا هم یه اصطلاحش نمیدونم باکتری رو کشت میدیم یه همچین چیزی. اما من یه 3 ماه وقت گذاشتم روی این بچه هم بزرگشم فلان کنم رفتم اینا مرده. یا مثلا یه بار برق مثلا حالا ایرانی زر از این اتفاقات جلان من برق چی رفته بود خراب شده بود 3 ماه از اول بشینیم دوباره اینا بعد تو هم پیش رو نمونه ای که خراب شده نشستم گریه کنم شده بشینم گریه کنم فلان نمونه خراب شده من 6 ماه وقت گذاشته بودم. پیش میاد بخش کار تجربی دیگه، مثلا نمیخونه یه چیزی رو خیلی براش مثلا امید داری جواب نمیده. بعد از اون مثلا فشار این هست که آقا باید جمع کنیم بریم دیگه همچی که نمیشه دانشجومون.
مقاله چاپ کردن واسه کسی که تجربه کاره تو فیلد شما آسان‌تر یا سخت‌تر از کسی که کارش نظریه؟ من که نظری نمیدونم، ولی برام بیشتر بستگی به اینه که تئوری کار خوب داشته باشی یا نه، چقدر خلاق باشی. به محض اینکه 2 سال 3 سال از اون چی بهش میگن تاپ کار میگذره، از اون اولین نفری که خلاقیت رو میاره میگذره، دیگه اونقدر چیز نمیتونی، کار خاص نمیتونی بکنی، واقعا یه خلاقیتی میخواد. همین شما بس تئوری، یعنی اون کسایی که تئوری کار میکنن خیلی راحت تر مقاله میدن، ولی مثلا بخوای مقاله توی جورنال خفن بنویسی کارشون سخت تره. یعنی حتما باید با یه داده‌ای، با یه آزمایشی چیزی، یا باید یه چیز خیلی خفن جدیدی باشه و اینا که بتونن چاپش کنن، چون هم تو نیچر، تو ساینس مثلا. ولی اگر که آزمایش، یعنی کار تجربی کار باشی، یه کمی چاپ کردن تو اون جور جاها و اینا یه کمی ساده تر میشه. ولی همونطور که فاطمه گفت، مثلا اگر چه میدونم 2 سال یه بار اتفاق بیفته، 3 سال یه بار اتفاق بیفته، استاد خیلی خیلی خودش خوشحال میشه. اینجوری نیست که بتونی هر سال، و اصلا هر سال هم اینجوری نیست که بتونی مقاله بدی. خیلی وقتا ما مقاله تئوری میدیم، مثلا یه سی حساب میکنی، میبینی آزمایش نرسید فلان اینا، بعد همون رو به عنوان مقاله تئوری میدی میره پیپر. شما به عنوان دانشجو دکترا باید 4 تا پیپر بدی تا بزنن دفاع کنی؟ آره نه نه، بدون پیپر هم میتونی دکترا بگیری، برای اینکه اصلا منطقی نیست. برای اینکه شما دانشجو دکترا رو میاری، میخوای یه سیستم، یه آزمایش اتمای سرد بسازی، این 4 سال بره بیاد کار کنه فلان، آزمایش کار نکنه، چون همینطور هم مثلا آزمایش پای بغل دستی ما اون نتایج خیلی خفنی نتونسته بده، 5 سال هم دارن روش کار میکنن. خب این دانشجو بعد وقتی که بیاد نمیتونه فارغ التحصیل نشه، چون تقصیر اون نیست که آزمایش کار نمیکنه یا صرفا اون مدرسه پستاک رفتن اینا اذیت نمیشید. اون چرا پستاک رفتن ممکنه اذیت بشه، ولی چون قاعدتا ببین اون کسی که میاد 5 سال داره یه آزمایشی رو میسازه، انقدر کار فنی خوب بلده که اون وقت یه آزمایش دیگه که داره ساخته میشه، وقتی میره برای مصاحبه، خب اون دست بالا رو داره، برای اینکه اون همه چیز رو میدونه، همه زیر و زبر کار دستشه، میدونه فلان دستگاه برای این فلان دستگاه از همه بهتره، همه اینا رو میدونه، و این برای اون مزیته. تا اون کسی که یکی رسیده وسط یه آزمایش داشته عالی کار میکرده، رفته چند ماه تو آزمایشگاه و داده گرفته و چاپ کرده، مثلا نیچر هم چاپ کرده آفرین، ولی این میره مصاحبه، تجربه مهمه کار تئوری اینجوری. بله وقتی میره مصاحبه، آره وقتی میره مصاحبه اون استاد 2 کلمه که باهاش حرف میزنه، کما اینکه ما واقعا هم داشتیم، یعنی داشتیم که مقاله خوبم چاپ کرده فلان اینا، رفته یه جا و استاد گفته این مراحل مقدماتی آزمایش ماست، و رفت با استاد صحبت کرد و استاد نپذیرفتش، با اینکه مقاله خوب داشت، مثلا کلا دانشجو خوبی بود، ولی تجربی کاری که دستش به کار بره به قول دکتر توسلی نبود. یه تجربی کاری بود که رفته بود به آزمایشگاه، دکمه ها رو زده بود و آزمایش هم داشته خوب کار میکرد، و اینم آره زحمت کشیده کار چیز کرده. ولی همین کجا شما اعصابت خورد میشه، کجای کارت سخته، کجایی که میگه خدایا این نه؟ اون موقعی که آره ما خیلی وقتا اتفاقا خیلی زیاده، چون آزمایش پیچیده است، و همین الان آزمایشمون تو بهترین شرایطش کار نمیکنه و یه کمی میره رو اعصاب دیگه، میبینی که اتم ها اونقدری که باید سرد نمیشن یا تعداد اتمایی که سرد میشن کمه، یا فلان یا بیساره اینا. بعضی وقتا یکمی آره، چون مثلا تصور اینه که ما هر روز بریم آزمایشگاه میگیم واو such a discovery، نه هر روز میگیم آخ عجب. اون دومیه چیز داره. وضع شما چطوره آقای مرتضی خان؟ فکر کنم هر ستامون مشترک بشین، و یه چیزی که من خودم خیلی دوستش دارم اینه که اینا تقریبا روی چیز میگم، داده هایی که دارم
90% مواقعی که میری آزمایشگاه جواب نمیده. خب و این فوق العاده زیباست، فوق العاده زیباست، جواب نمیده و این چیز میشه اونوز نمیخواد جواب بده به هر علتی، و این دوست داشتن اون کار تجربی است که تو دیوونش میشی که خب من میخوام حالا مثلا امروز ببینم که باید میتونم یک کاری بکنم یا نه. و اصلا من 4 سال داده میگرفتم، هر روز میرفتم ست داشتگاه داده میگرفتم، میرفتم نماده درست میگرم، میرفتم ست داشتگاه. ولی همون باوره که بچه ها میگن وقتی این باوره رو داری بالاخره بهش میرسی، اصلا رو اوج. من نمیدونم بچه هایی که شبیه سازی میکنه توری میکنن چی جوری هم، این زیبایی کار تجربی، اون چیزی که بهش معتاد میشه و دوستش میداری و اگه نباشه من میمیرم. خب بچه ها میرن تو آزمایشگاه اول خیلی مثلا دوتا چیز میزنن کار نمیکنه، بعد افسردگی میگیرن، افسردگی شدید میگیرن. این دقیقا اون نقطه است که مریم میرزا خانه جمله داره، میگه علم زیباییشو فقط به کسی نشون میده که صبوره. واسه همین شما باید واقعا حوصله به خرج بدید تا برسی به اون لحظه. واقعا کار دله، کار تجربی، اون لحظه که جواب میده بسیار واقعا اصلا یه حس خوبیه. فکر کنم یعنی من چون یه دوره حالا 2 ساله فوقم کار کمی تئوری کردم، زیاد نکردم، ولی یا با بقیه کسی که کار تئوری شبیه سازی میکنه احساس من ما جوان ترین تجربه کار سرحال ترین همون، چون لب مرگ تری. خب وقتی لب مرگی زندگی رو حس خب نمیدونم نظر فاطمان چیه، ولی من همچنین حسی دارم قشنگ. یعنی آه والا یه سوالی فرض کنه مش دانشجو لیسانس صحبت رو شنیده، چی دانشجو لیسانس ایرانی تصمیم میگیرن که بیان سمت این حوزه کار شما، یعنی اول فیزیک تجربی بعد مثلا سمت اتم مولکولی و اینها، به نظرتون موقع لیسانس چه چیزایی باید بیشتر از اون جریان اصلی دانشگاه یاد بگیرن، چه مهارتایی نیازشونه، و اینکه بعدا وقتی میخوام بیان انتخاب کنن کجا بهتره برن، تو چه دانشگاه های ایران خارج از ایران توصیه میکنید خارج بشن؟ الان خوبه مثلا مرتضی میتونه راجع به خوبی ها بدی های ایران بگه، بقیه بچه مثلا خوبه فاطمه امریکاه، بعد مثلا همین اروپاه، این به نظرم خیلی هم گفتمان جالبی میشه. مثلا کدوم درستمون رو خوب یاد بگیری؟ مثلا من یادمه که مثلا توی شریف درس اپتیک اختیاری بود، مثلا توی بهشتی ما 3 واحد اپتیکو داشتیم، بعد آزمایشگاهش هم داشتیم، خدا رحمت کنه دکتر برادرانو 5 ساعت 6 ساعت ما رو میبرد آز اپتیک، بعد پوستمونو میکن تا آخر، بعد من چشمم آستیگماته، منو میذاشت طرح پراش بشمورن، گفتم دکتر من 2 تا 3 تا شمردم دیگه قاطی میکنم، بعد میگه آقای کریمی بشمورم به خدا نمیبینم، الان نمیتونم، من پله برقی رو میبینم پام لیز میخوره مثلا اینجوری. آره حالا اینو به چی اپتیک بخونم، باید چی یاد بگیرم؟ تا بریم سراغ فاطمه نمیم چی شد. من بکنم یه دفعه اشاره کردم که به نظرم اصلا قبل از اینی فکر میکنم تو اکثر کارهای تجربی که بخواد وارد بشه، یا البته میگم این که حتی کارهای تئوری شاید کلن برنامه نویسی یه چیزیه که باید خیلی قوی یه کسی که فیزیک میخونه کار کنه، یعنی الان دیگه واقعا مستقل از رشته، مستقل از گرایشی که میخواد بره توش. وقتی میخواد بیاد سمت تجربی خب این ممکنه شدیدتر بشه، و اینکه به نظرم بازم مستقل از حالا که میخواد تجربی کار کنه مستقل از گرایش، الکترونیک چیز مهمیه، یعنی اینکه توی حسی داشته باشی که آقا این 4 تا وسیله بهت میدن میگن آقا اینا رو وصل کن تو این آزمایشگاه با چند تا کابل که تو بدونی آقا این زمینای اینا به هم وصل نشه، نکنه من بزنم این زمین یه دونه گراوند لوپ بهش میگیم نمیدونم میشه چی، میشه حلقه زمین ترجمه شه چیه، اتصال به زمین، حلقه زمین، اتصال به زمین چند تا دستگاهی ایناش با هم، چیزی که من خودم واقعا هیچ نظر و هیچ ایده‌ای راجعش نداشتم قبل از اینکه شروع کنم خودم، و برای همین به نظرم الکترونیک چیز
درس مهمیه. و یه درس دیگه که به نظر من بازم مستقل از این که وقتی کسی تجربی کار میشه به خصوص، ولی به نظرم بازم اینم چیز نیست و باید خیلی بیشتر توی لیسانس و این به نظر من حتی فقط راجع به ایران نیست، همه جای دنیا، اونم درس آماره. یعنی به نظرم به طور میانگین کسایی که لیسانس فیزیک میدونن میگیرن خیلی کم آمار میدونن، یعنی آمار و احتمالات ضعفش خیلی حس میشه. یعنی حتی کسایی که اینجا من میگم فوق لیسانس هم حتی میگیرن، یعنی چرا هیچ کسی هیچ کیو مجبور نمیکنه که آقا باید یه آمار درست حسابی که تو بدونی دقیقاً این چه میدونم این تابع توزیع چیه، یعنی چی فیزیکی ها چون یه درس مکانیک آماری پاس میکنن توهم میگیرتشون که ما دیگه آمارم بلدی نزم شما بلد نیستی، استادت هم بلد نیست از قضا. آره متاسفانه دقیقا. و چقدر من هم واقعا فیزیک کوانتوم رو بهتر متوجه شدنش بدون آمار یه ذره به نظرم خیلی خوب امکان پذیر نیست. یعنی تازه اون وقتی که میری اینا رو یاد میگیری میفهمی که آقا همه اینا همه معادل شرودینگر بالاخره این دنیا یه چیزی که من دارم میبینم دیگه، یعنی این یه اندازه‌گیری بالاخره صورت میگیره و این که اون وقت خب چی میشه، یعنی این تئوری چجوری به این جهان ارتباط داره. و به نظرم کلیدش واقعا تو آماره، این که واقعا بفهمی چی میشه اون لحظه ای که چند بار من اندازه میگیرم چجوری میشه اون ارزش چشم داشتی یه چجوری حساب میشه. من یه اندازه گیری کردم این چقدرش دقتش درسته چقدرش خطاه. بله این عدد میشه گزارش کرد، این عدد مثلا چه میدونم صادق مثبت بعد نه صادق چیه کاز فالس پازیتیو مثبت کاذبه منفی کاذبه این چیزا. خیلی جالب شما یه سوالی عددهایی که در میارید از آزمایش این مثلا مستقیمه توی کامپیوتری دیگه ها، بعد مثلا شما مثلا با پایتون و آر و اینا به این چیزا ور میرید؟ ما بیشتر ما داده خامی که از آزمایش در واقع در میاد یه مش عکسه که از یه سری دوربینای سی سی دی گرفته میشه، یعنی در واقع هر چرخه آزمایش که یه داده قراره ما بده از جای اتمامون در واقع از اتم عکس میگیریم. این یه سری عکس که این عکس حالا دیگه آزادی که انتخاب بکنی با چی میخوای تحلیل کنی، ولی به شکل سنتی توی آزمایش که ما بهش اضافه شدیم اینجا مطلب استفاده میکردن. اما اون جایی که با اکثر و کار دارن مطلب خیلی بهتره. اون موقعی که این آزمایش شروع شده تو سال 2006 داشتن کار میکردن فکر کنم پایتون هنوز به اندازه‌ای که امروز رو بورسه و مردم میشناسن و استفاده میکنن و همه چیش خیلی خفن شده، اون موقع ها احتمالاً هنوز همچین دیدی نبوده. احتمالاً الان من خیلی میبینم که مردم آزمایش های جدید میسازن همه خب سعی میکنن با پایتون سر و کار داشته باشن. اینترنت میره مطلب کار نمیکنه، چون باید وصل چه به سرور دیگه که چون پولیه باید وصل چه به سرور. البته ما برای آزمایشمون برداشتیم یه دونه لایسنس جدا خریدیم که بشه بتونیم از بکشیم وصل نباشه به اینترنت، ولی ما از مشکلات نداریم. آره میتونم تصور کنم 2021 نصب میکنیم. پس الکترونیک مهمه، آز الکترونیک مهمه، یه برنامه نویسی دم دستی حتی بلد باشن، آمارم مهمه. توی درسای فیزیکی چی؟ به خود فیزیکم بگیم حالا مثلا یکی اگه ریاضیش خوب نیست، مثلا ریاضی فیزیکو با 12 رد کرده، این بیاد کار تجربی اوکیه براش؟ چون مثلا ما این سیدیدم توی فیزیک اسم شکاره، ببخشید عباس جان، تو کار تئوری هم بره اوکیه براش. من خودم اینجا کار تئوری انجام دادم، اون ریاضی فیزیک پاس میکنی اون همه تانسور کجا بود؟
شما الان کار تجربی میکنی چقدر کار تئوری میکنی چقدر تانسور استفاده میکنی؟ خیلی این کاری که من میکنم تانسور کریستوفل شما یادته کریستوفل یادته؟ ببین کاری که من میکنم نه کوانتومیه نه نسبیتی، ما اصلا فیزیکی جورایی علتش هم مهمی اصلا تو کوانتوم کریستوفل نداره، اصلا تانسور شما همه رو بیا با علامت بردار بنویس اصلا اصلا. ولی من مثلا چیزی که حالا من خیلی برام جبر خطی خیلی برام امروز کاربرد داره، یعنی صبح تا شب زندگیم جبر خطیه. مثلا جبر خطی اینجوریه که اینا ابزارن که به درد همه میخورن، ولی خب کلا ریاضیاتی هم که به ما یاد میدن بیشتر اپتیمایز شده برای رشته گرایشی مثل گرانش و کیهان شناسی و چیزای خاص ده ده. برای کار مثلا مجلس ساده همیشه میگم یه بخش زیادی از ریاضی فیزیک اینجوری که فقط به درد دو سه تا گرایش بخوره، شما همه چیز میگید بعد در نهایت چه میدونم مثلا یه سری روش‌های خاصی که تو الکترومغناطیس مردم یاد میگیرن دیگه به هیچ دردشون نمیخوره، فقط یه بار میبینن گذر میکنن میره. من خودم لای جکسون تا حالا باز نکردم و اصلا شما آمریکا بودی ولی ما اینجا اومدیم اصلا هیچ خبری از جکسون نیست، از اون گرین فانکشن و اینایی که مردم میگن وای فلان بیسار، یک دونه به عمرم حساب نکردم، الان استادم هم یادش نیست و مطمئن نیستم حساب کرده باشه و اصلا نمیدونم. به نظرم میگم فیزیک ماجرا شاید تو میگم به ما چون خیلی میگن فیزیکش همین ایناشه، یعنی اگر که تو کریستوفل رو دیدی و اینو دیدی و اون گرین فانکشن رو دیدی و اینو دیدی دیگه این فیزیکت پس قوی شد، ولی اونم مهم هست، یعنی بالاخره هر چیزی جای خودش خیلی مهمه. ولی من یه مثالی همیشه میزنم اینو به نظرم میشه بعدن یاد بگیری اینا رو، ببخشید اینو میشه اینا رو بعدن وقتی اون پایه و اساس، یعنی به نظر من فیزیک مهمترین فیزیکا فیزیکای پایه است، 1 2 3 4 یا جدید هر چی بگی، اونا رو اگه استاد خوب داشتی و تونست خوب یاد بده و رفتی بقیهشو بعدن میتونی با یه کتاب خوب بخونی دیگه. خیلی من همیشه میگم که گرایش‌های مختلف فیزیک مثل رشته‌های مختلف ورزشی هست که همیشه کنارشون یه سانس بدنسازی هم دارن، اما دیگه قرار نیست که شما همش بری بدنسازی کنی. تو فوتبالیستی مثلا فلان تمرین هم کنی، تو ایران همه میگن نه شما 5 ساعت برو ورزش بدنسازی، حالا اینم در کنارش حالا یه ذره کار میکنه. اون جکسونی که شما میگید و ما یه ذره زخم خوردیم از فکر کنم فقط شما اینجا زخمشون نخورد، بقیه آدم هایی که اینجا طعم شیرین جکسون و گرین فانکشن رو شدن. مرتضی شما چی؟ شما که مثلا تو سیستم کلاسیک تره یعنی به معنای آشناتر ایرانی بودین چی؟ یه بار سوالی که ملت باید چه چیزایی یاد بگیرن اونایی که مثلا دارن فیزیک میخونن. عرضم به حضور شریفت تمام نکاتی که امین گفت به نظرم خیلی حیاتی بودن و مهمن. یه چیزی که هست شما هر چقدر ابزار به مفهوم ابزار یعنی کار کردن برنامه نویسی غیره یاد بگیرید تو هر جای دنیا به نفعتونه، هر جای زبان یاد بگیرید فلان یاد بگیرید اینها. و یه نکته ای که مهمه این که شما اصلا وقتی میایید فیزیک بخونید باش حال کنید، خب شما با فیزیک قرار زندگی کنید، یکمی شاید متفاوت تر یعنی شدید تر نسبت به علوم دیگه باشه. شما میایید فیزیک و بتونید باش زندگی کنید، مهم نیست که نمرات چند و غیر و اینها، مهم نیست تو چه درسی خوب هستی یا نه، باید عشقتون باشه دفاع کنید دقیقا. یعنی فکر کنم هر سه نفر ما این مشترک باشه که این صفحه بود. و یه چیزی که تو لیسانس خیلی مهمه علاوه بر این صفحه کردن و فیزیک با فیزیک سر کار زدن سر کله زدن، این که خود مفهوم دانشگاه به مفهوم زندگی اجتماعی خیلی مهمه. من از این که دانشگاه تهران بودم با تمامی که دانشگاه تهران بسیار سخت از جهت آموزشی احساس میکنم زندگی اجتماعی من خیلی برد بالاتر و برای همه بچه هایی که اونجا با هر سه نفر بچه تهرانی داره من هستم امین هست بکن. و دانشگاه های معتبر دیگه هم اصلا دانشگاه که شما میرید یه بخشیشو باید جدا از این که با اون رشته حال میکنید زندگی اجتماعیتون هم حال کنید.
حالا مثلا من و امین که با هم نزدیکتر بودیم، ما خیلی کارو بی ربط میکردیم که این باعث میشد که سرحال بشیم. فوتبال بازی میکردیم، دنبال میکردیم، هر کاری میکردیم. خب این شور و نشاطه مثلا کارهای سنتری به مفهوم کارهای خارج از درس انجام دادن به بزرگ شدن شما کمک میکنه و بعدا این واقعا توی علمتون بهتون برمیگرده. مدیریت کردن علمی پارامتریه که کم کم براتون مهم میشه، به خصوص تو آزمایشگاه، چون مدیریت کنید خودتون رو. این پارامتریه که بعد کم کم اگه میخواین کار آزمایشگاهی هم براتون مهمه بهش انجام بدید. ولی به نظر من فرق نداره بین کار آزمایشگاهی و غیره. و تا وقت دارین توی در واقع لیسانس، آدم باید چیزهای مختلف رو تست کنه، چون اونقدر دیگه بعدن زندگی شاید اجازه این آزادی رو به شما نده. لیسانس شما میتونید هر چیزی رو برید و دال تو دانشگاه ها سر کلاس ها بشینید. من به شخصای میذاشتن دوباره کلی کلاس برمیداشتم و البته خوب چیز دیگه الان خوب شده، لزومی نداره حتما تو دانشگاه کلاس رو برداری، یا نمی کورس آنلاین و اینا هم هست که آدم میتونن برن. این خیلی خوبه. مثلا یه پارامتری که دوباره مهمه، شما وقتی فیزیک میخونید انگار با هنر دارین سر و کار میزنید، آگاهی و هنر براتون مهم میشه، تجربه هنری داشتن، عکاسی کردن یا کارهای هنری کردن، چون رسما به نظر من مثل همونن، از هم جدا نیستن. فلسفه به شدت مهمه. اینکه ما تو آزمایشگاه داریم چی میبینیم، فاطمه امین من چه چیزی میبینیم، دقیقا به این برمیگرده چه فلسفه رو انتخاب کردیم. شما یه درس فلسفه اگه بردارید توی همین تمام در واقع دانشگاه فیزیک درس داده میشه، میبینید که فلسفه شما نتیجه آزمایشتون رو میتونه تغییر بده. خب در این حد میتونه، نه همیشه، ولی اینکه با چه ابزاری برین چی رو نگاه کنین چه نتیجه بگیرین، به اون فلسفه ربط داره. واسه همین این اصول همه مهم میشن و در آخر اون احساس رضایت و اینا رو باید یه جورایی برای خودتون محسوس کنید. یه قسمت دومی، یه قسمت اینه که مثلا توی ایران کدوم دانشگاه خوبه حالا یکی خواست بیاد سمت این کارهای تجربی؟ به نظر ببخشید قبل از اینکه اینو بریم سراغ این سواله، در واقع به نظرم از اون جوابایی که من و مرتضی دادیم یه جوری ما هیچ کدوم اون جوابی که تو می‌خواستی رو ندادیم. ما چیز مهمی نگفتیم، اپتیک نگفتیم، این دست. آره این خیلی چیز اتفاقا جالبه که وقتی می‌خوای بری و این کارو انجام بدی، این شاید واقعا این که الان من یا مرتضی بنا به اون دید، بنا به اون درسایی که شاید به خاطر استادش یا اینش کمتر علاقه داشتیم، بیشتر علاقه داشتیم یه درسی بگیم، به نظرم این توانایی‌ها و این علاقه‌ای که مرتضی بهش اجاره کرد و همه اینا با هم اون کیفی که می‌کنی، شاید واقعا کافیه که اینا باشه. و به نظرم آدم اون کسی که این طرز فکر رو توی لیسانس فیزیک وقتی یاد می‌گیره، حالا یه چیز دیگه که ما یاد گرفتیم تو دانشگاه تهران الان باید ببینم که چجوری میشه که پولیتیکلی کورکت بشه، ولی این بود که به هر دلیلی ما کتاب بیشتر میخوندیم، یعنی کتابای درسیمون رو میرفتیم خودمون میخوندیم. و این که یه ذره استقلال بیشتری، نه کتاب خارج از درس رو نمیگم، همین هالیده اینا، یعنی ما به جای اینکه کلاس رو بریم شرکت کنیم، من این کتاب رو، یعنی این که من خودم آخر لیسانس این فکر رو میکنم که آقا من الان اصلا فیزیک چیه، هر چی بگی به من بگی یه کتاب خوب داشته باشه من میتونم من خوب خودم یاد بگیرم. من اینو باهات موافقم. و این به اون درس جرأت داری یه چیزی یاد بگیری، این مهمه. آره. ریسک میکنی میفتی توی جایی که عجیبه برات، دست و پا بزنی ولی خودتون بکشی بالا. بله بله. و این چیزیه که من اینجا میبینم، چون حالا میگم باز مثلا ما اینجا یکی از همکارای خوبی که داشتیم الان رفت دکتراشو همین پارسال گرفت، و این اصلا فوق لیسانسش هم توی چون راجب کوارکا و اینا مثلا کار کرده بود و نوشته بود، بعد فرض کن اون چه زمینه تئوری، بعد اومد مثلا کار تجربی تو آزمایشگاه ما، خیلی هم موفق، چه میدونم نیچر مقاله بده، این مقاله بده، خیلی هم آدم
دانش و خوب و کار تجربیش هم خوب، ولی قبلش اصلا رفته بود کامل یه کار دیگه کرده بود. و همینطور بعد من دوباره از کسی که الان دارن این کارو میکنن میرن خیلی کارهای دیگه میکنن. و به نظرم اینو همه این حرفا رو زدم که بگم که اگر این سوالو تو پرسیدی و ما درسی مثل اپتیک این اون اون نگفتیم جوابش بلکه چیزای دیگه ای بود، واقعا دلیل داشت. و اینه که هر کی فکر نکنه چون نمره اپتیکش پایین بوده نمیتونه اینجوری کنه، یا اصلا میخواد بره حالت جامعه چون چه میدونم حالت جامعهشو اصلا یا پاس نکرده یا نمرش ضعیف شده، مثلا نه من دیگه نمیتونم برم این کارو انجام بدم. من یه اضافه کنم، من دانشگاه تهران که اومدم من ADHD دارم، من نمیتونم بشینم بخونم. بعد یادم سال اولی که اومدم دانشگاه تهران، اولا جب این بود که باید همه باید درس بخونن و اینا که میخونن. من یادم یه کتاب قرض گرفتم، وسط کتاب نوشته بود اگر تا فلان تاریخ این را نخوانده ای موفق نشده ای. و من خیلی حس بدی داشتم. آدم یاده این نمیفته که یه دعایی می نویسن میگه اگه اینو به 20 نفر ندی مثلا مریض میشی فلان میشی. من خیلی دانشجو معمولی هم بودم، هیچ وقت دانشجو خیلی تاپی نبودم، خیلی اون وسط بودم، معمولی بودم، هیچ وقت پایین پایین نبودم، هیچ وقت بالای بالا نبودم، یه معدل معمولی داشتم، ولی کار آزمایشگاهی خیلی دوست داشتم. میگم مثلا من نمیتونستم بشینم بخونم، من استادی داشتم که وسط، من هیچ وقت مشروط نشدم، ولی من هیچ وقت اپتیک دوست نداشتم برم. مختارم یه استادی من وسط دانشگاه تو لابی پیدا کرد، گفت شما که مشروط شدی برای چی میخوای اصلا ادامه بدی؟ من همچی مونده بودم که آقا من شاید یه چیز دیگه دوست دارم. قشنگ اینجوری که شما ببین علاقت چیه، مدل چیه، همونو پیدا کن. من کوانتومو وقتی یاد گرفتم که شروع کم تو آزمایشگاه کار کردم. من حالا شما باشه. من هیچ درس اپتیکی پاس نکردم تو وقتی اومدم آمریکا، شروع کردم با استادم اینجا کار کردن. ولی وقتی شروع کردم کار کردن اگه لازم شد رفتم خوندم. من نمیتونم بخونم، من ویدیو نگاه میکنم. الان که راهش مختلفه. خیلی فرق داره. اگر شما علاقه داشته باشی اون چیزی که برای خودت کار میکنه رو میتونی پیدا کنی. بعدم واقعا مثلا نمیشه نسخه پیچید واسه کسی. یه استادی 10 سال پیش اپلای کرده تو ذهنش نه که اگه شما معدلت زیر 16 بعد پاشی بری مهندس بشی، هیچ وقت هم به هیچ جا نمیرسی، میاد بهت اینا رو هم میگه. واقعا اینه که شما باید راه خودتو پیدا کنی. اوکی خوبه، من کاملا همدلم با تو. حالا میگم شما تهران بودید، ما توی اصفهان زر مردم زبونشون تیزتره. بعد من دبیرستانی بودم، یه معلمی داشته نزدن گفت ببین کریمی یه موقع فکر نکنی تو چیزی میشی یا گفتم، بعد گفتم خب برای من مهم نیست که چیزی بشم. بعد اینجوری که خب برو به من هیچ موقع معلم فیزیک خوبی نداشتم و مدرسه هم که ما توش درس میخونیم اصلا مود نبود که بگی من میخوام درس بخونم. این فیزیکی که مسخرت میکردن ما بچه ها، کتاب کنکور رو همیشه گفتم جلد میکردن که مشخص نشه مثلا کتاب. یه معلم فیزیکی یه روز داشتیم، رفتم بهش گفتم میخوام من فیزیک بخونم، خیلی با شوق و انگیزه بی خود شدم که چرا بیا بار. آخه اون منطقه ما خیلی ایده اینه که برید یه مدرک مهندسی بگیرید بهت زوب باهنه و فولاد مبارکه اینا، مشغول به کار شید، زندگی آسون فلان اینا، زن میگیری اینجوری ادامه میدی. مثلا این گذاشت ما هم دانشگاه، بعد مثلا هنوز اون اوائل لیسانس رو خیلی علاقه من بودم به این کارهای ریاضی فیزیکی. بعد داشتم با یه استادی ما حرف زدم، یه نگاهی به من کرد گفت خوبه ولی شما نرو سمتش. بعد اینجوری دادم که چرا؟ گفت نه حالا شما هم اومدی تا لیسانس خوبه. بعد من اینجوری دادم که خب باشه. خیلی آدم ها ناراحت میشن با این حرف ها، واقعا راه گم میکنه. به نظر من همیشه میگم که فیزیک مثل چاه کندنه، فقط بعضی بیلاشون متفاوته، یکی بیل بزرگتری میتونه بزنه، یکی سریتره، یکی پیدا میشه مثل فایمن مثلا این بیل مکانیکیه، ولی توی امر زدن و توی امر بالا و پایین شدن توی این داستان فرق نمیکنه. و خب دیگه همینی که هست، کارش نمیشه که بریم دنبالش. دوسته من میخوام کامنت ها رو باز کنم، ولی قبلش راجع به اینم حرف بزنید که شما وقتی دکتراتون تموم شد غیر از مسیر علمی آیا توی صنعت میتونید برید؟ یعنی کارهاتون جوری هست که کاربرد داشته باشه؟ یکم راجع به این حرف بزنی تا من برم سراغ کامنت.
من دیگه موردی که مرتضی اشاره کرد خیلی مهمه، خیلی هم خیلی وقت دانشجو یادشون میره، اینه که شما اگه زندگی اجتماعی نداشته باشی این رو موفقیت تاثیر میذاره. پس فردا میخوای کار پیدا کنی، میخوای بری پست‌داک، باید بتونی یه کانورسیشن، یه باید بتونی صحبت کنی با یه استادی، با یه کسی که میخواد استخدامت کنه، اون کانورسیشن رو نگه داری. اینجوری نیست که فقط کار علمی تو نگاه کنه، اون 10 تا مقاله هم داشته باشی، اخلاق اجتماعی واقعا نداشته باشی، این همه آدم هستن، حالا یه ذره کمتر از تو کار میکنن، یه ذره از تو بدترن، ولی محیط کارشون رو خوب نگه میدارن. این خیلی مهمه. ما توی لیسانس همیشه به این تیه یا اون مثلا نگاه میکردیم، بعد به استادمون هم نگاه میکردیم، گفتیم یه استادی یعنی یه بار تو عمرش تیه ای نبوده ذره برخورد اجتماعی یاد بگیر، ولی خودمون یادمون میره خب بیچاره هم توی همین مسیر بزرگ شده اما هیچ موقع به این فکر نکرده مثلا چه جوری صبور باشیم وقتی دانشجو داره اشتباه میگه، چه جوری خوش اخلاق باشیم توی اتاق با 4 نفر کار میکنیم. این خیلی مهمه. بعد تو سیستم کاری تو آمریکا، من حالا اروپا رو نمیدونم، به نظرم اروپا برای پست‌داک خیلی، همینجوری من نگاه کردم انگار خیلی برای دخترها حداقل خیلی محیط بازتریه نسبت به اینجا. تو آمریکا اگر بخواید برید پست‌داک خیلی به استادتون مربوطه، یعنی واقعا خیلی نتورکینگ استادتونه. همه جای دنیا پست‌داک خیلی به اینکه تو چه گروهی بودید، ولی حداقل مثلا مگه اینکه حالا کار ارتش باشه و اینا مشکل دیگه ای نداره. اگه بخواد بری تو صنعت، کاری که من میکنم صنعت خیلی کار داره. بعد از اون بار ما از ایران اومدیم، من داشتم برای مثلا اینتل میخواستم برای اینترنشیپ اپلای کنم، میرفتم اونجا مثلا یه فیلد داشت، شما دانشجو اینترنشنالی یا نه؟ مثلا میگه بله. بعد زیرش میپرسه خب حالا دانشجو اینترنشنال که هستی، مال ایران هم هستی؟ خب آقا نمیخوای بگیری؟ نمیخوام بگیرم. ما ایران هم جزو اون نشنال هاست، جزو اون 7 کشوره، ولی مثلا اگر حالا اونا رو بذاریم کنار جا خیلی باز، شرکت های کامپیوتری خب خیلی اوپن هم روی این قضیه. من آخو بوده تو بمان دانشجو دکترا کفاف زندگی راحت میده اونجا. من روی شهر خیلی کوچیک هم زندگی میکنم. شما شهر تو خیلی گرمه درسته؟ چون خیلی کاکتوس دارید، این لوک خوششانسید ها؟ همه فیلم های وسترن رو اینجا میگرفتن. من چون این کاکتوس نیتریا، چون من اون موقع که لیسانس بودم ASU پذیرش گرفتم، بعد یکی به من رسید گفت تو با این اخلاق میخوای بری اونجا، گفتم چرا؟ زد و بیاین گوگل ایمیج رو ببین، یه مش کاکتوس جدی از این بزرگ واسه اولین باردن واقعا وجود داره. من چیزی من اشتباه کردم نگاه نکردم، ولی حالا هوا رو بذاریم کنار بقیه خوبه. شهری که زندگی راحته، شما میتونی آخره مثلا ما اگه یه زندگی معمولی داری یه چیزی بر خودت سیف کنی و خیلی مهمه. بعد من دانشگاه خیلی راضیم، دانشگاه خیلی پشتیبانیه، راحت مثلا میتونی بری توضیح بدی، حداقل دپارتمان فیزیکش به شدت کمک میکنه. بعد من خیلی تجربه خوبی داشتم با آدم های اینجا، بالا پایین داشتم، من افسردگی داشتم به خاطر مهاجرت، خیلی استاد من خیلی آدم پشتیبانی بود. اینا چیزای مهمیه به نظر من وقتی اپلای میکنی. ولی برای جاب میگم رشته به شدت خوبیه برای جاب گرفتن تو فیزیک. یه ذره بالا پایینش به خاطر اینه که حالا این چون های تک محسوب میشه و اینا، یه رستریکشنی رو این هست که شما از ایران اومدید، ولی اونو بذارید کنار دستتون خیلی بازه. آره، یکی سوال کرده که فقط اینا که میرن خارج همشون دانشگاه تهرانی هن؟ نه به خدا، حالا آدم ها جای دیگه هم هم، بیشتر از این مهمه که شما چقدر دستتون پر باشه. آقا اصلا اینجا دانشگاه رو نمیشناسن به خدا، یه معدل بالای سکنیم استاداتون رو نمیشناسن. آره، معدل خوب بگیرید تو لیسانس از هر جایی، زیاد اینجا مهم نیست. بعضی مثلا فکر کنه این استاد رکام بده بهتر از اون یکیه، بابا به خدا اصلا هیچ کسی نمیشناسن. سی وی خوب، من عکس من بچهای ایران برام سی وی میفرستادن، یکی از دلایلی که اینا به مشکل میخورن اینا تو سی ویشون خودشون رو خوب نمیفروشن. من نمیدونم چجوری توضیح بدم، انقدر درسای شما مهم نیست که مهارت شما مهمه. مثلا طرف همه درساشو نوشته، اون تا 4 تا کلمه مثلا مهارت نوشته.
درساتون انقدر مهم نیست. یه معدل نگاه میکنم، شما یه دانشگاهی میاد که کسی نمیشناسه، انقدر درس مهم نیست که اون مهارت مهمه و خیلی سیوی مهم. ولی من حالا ببینید، من خودم سوهانیم خب، و با این ایده که همه چیز صرف تهران شده موافقم، چون چهار تا دانشگاه خیلی خوب ما تو تهران داریم، بالاخره تعارف که نداریم. بعد مثلا یه دفعه صنعتی، حالا اسوانی هم باز گیرشون دوتا دانشگاه خوب اومده، ولی مثلا واقعا بعضی از مناطق ایران خب شهرشون دانشگاه هم خوبی نداره و خب همیشه هم این مهمه. چیزی که مهمتر از دانشگاهه اون جو موجوده. مثلا شما وقتی تو دانش توی دانشگاه هستید، این مدرسه ما، توی مدرسه ما جو بر لات بودن بود، واسه همینجوری جریان اصلی شما رو میبرد به اینکه مثلا با موتور تک چرخ بزنید توی خیاب. حالا بعد من اومدم اینجا رفتم دبیرستان علامه هلی شدم معلم، مثلا دیدم بابا اصلا این دبیرستانشون با کانسپت من از دبیرستان متفاوته. دانشگاه هم خیلی وقتا به خاطر اینه، یعنی لزومی نداره اونی که خصوصا که مقطع لیسانس، چون واقعیت اینه اون مکانیک کلاسیک اونقدر فرق نمی‌کنه که شما سر کلاس کی میشینید، چون در نهایت میرید کورس مثلا چه می‌دونم 100 تا کورس از استنفورد و هاروارد و ام‌آی‌تی هست می‌بینید، تا سوالاتون هم از یکی می‌پرسید. اما اینکه شما توی جو دوستت کیه، مثلا الان اینجا مرتضی با امین دوست، فرض کنید که مثلا اینا که میرن دانشگاه تهران حتما با از 6 بس قد شدی یا من بس شدم؟ مثلا آره جو دانشگاه تهران سیاسی تر از بقیه دانشگاه. خب اینا خیلی فیچرهای خاصه. مثلا شما میاد دانشگاه شهید بهشتی، خود به خود مثلا ماهیچه‌های پاتون قوی میشه، چون همش باید کوهنوردی کنید. آره این متفاوته. امین شما تجربت با خارج رفتن چه جوری بود؟ خصوصا که من میدونم فوق لیسانس پول نمیدن. شما پولدار بودید رفتید؟ آره میشه گفت. من خانوادم، پدرم اینجا مأمور بود، اومدم پیش بابا اینا. بعد حتی میگم یه سختی هم همچین خیلی گزینه خوبی نبود، یعنی من با نمرات و اینام احتمالاً میتونستم برم یه دانشگاه‌ها و چیزایی که سرشناس‌تر بودن. خیلی هم به هم میگفتن اون موقع اصلا، میگفتن آه کجا داریم، اتریش کجاست اصلا. بعد ولی و فوق لیسانسش هم به زبان آلمانی بود. بعد من اومدم شو، یعنی فوق آلمانی بلدی؟ بله. و امین چند تا نه بابا یه آلمانی بلدم، انگلیسی هم که همه بلدم. من فارسی بلدم و اصفهانی. عربی هم بلدم. اصفهانی منم اینجا یه همخونه دارم که دارم یاد میگیرم، ولی میتونم تمرین کنم بعدم با بعد عرض کنم که بعد آره این سخت بود، یعنی از اون چیزی که فکر میکردم این کمی سخت‌تر بود، چون تصورم این بود که حالا آلمانی هم که دیگه فیزیک هم هست دیگه، مثلا میای چقدر مگه میشه فرق بکنه. بعد نگو این آلمانی ها، نه که خودشون خیلی تو چی میگن تحول و توسعه علم فیزیک دست داشتن، اصلا یه سری کلمات رو انگار که انگلیسی ها برداشتن به انگلیسی ترجمه کردن از این آلمانی. این کلمه آیگن ولیو آیگن وکتور از آلمانی میاد، اون آیگنه. بعد آیگنشون بعد و سخت‌تر، یعنی خیلی کلمات و اینا متفاوت بود، ولی دیگه بالاخره درست شد، جور شد. بعد دیگه برای دکترام تو همون با همون استادم که بخ بودم موندم و کار کردم. یعنی آره من تجربه اپلای کردن راستش خیلی ندارم، یعنی نمیدونم که مثلا هیچ وقت مثلا سی وی چیزی ننوشتم، هیچ چه میدونم از کسی ریکام نگرفتم هنوز فعلا. شما شانست گفته این اتفاقات اونجا رخ داده برات. آره یعنی البته هر کی دلش بخواد، هر کی دلش بخواد میتونه، چون اینجا اصلا سیستم ورود به فوق لیسانسش اینجوری بود که شما از کسی ریکام و اینا نمیخواستی، شما اقدام میکردی، ولی خب باید آلمانی بلد بود، برای همین کسی نمیاد اینجا اون که فوق لیسانس بخونه. آره شما متوسط حقوقت الان مثلا دور برای 2000 یورو در ماه دیگه، درسته؟ کمتره اینجا. اینجا دانشجو دکترا وقتی شروع میکنه 1500 تاست، بعد وقتی
ولی 1500 تا بیمه و مالیات و اینا در رفته. بعد از 3 سال میره نزدیک به 1800. ولی خب هزینه ها و اینا، مثلا شما اگه فنلاند و اینایی، شنیدم که هزینه ها و اینا از اسکاندیناوی یکمی، از اون شمالی و اسکاندیناوی اینا یکمی کمتره. من چون الان یه دیگه دارم 1500 یورو رو ضرب در 30000 تومان میکنن، من بگم که این پول اینجا اونجوریه که مثلا بخش عمده نصفش یا مثلا تقریبا بخش زیادش صرف کرای خونه میشه، بعد مثلا در نهایت مثلا ماهی فکر کنم همین چقدر 200-300 یورو خیلی مراعات کنی میشه پس انداز کرد اگر خیلی هنرمند باشی. مثلا ولی پول اونقدر زیاد نیست، ولی زندگی میچرخه. ولی زندگی باید بگم که با 1500 تا حتی برای یه نفر اینجا، اگر واقعا یه نفر باشی نخوای خانواده یه چیزی داره کنی، خیلی خوب میتونه بچرخه. یعنی میتونی تفریحاتت مثل خیلی دیگه، ببین اینجا یه چیزی فرق داره، مثلا ماشین کسی نمیخره الان. شما برعکس آمریکا، از دانشجوی آره از دانشجوی فوق لیسانس بگی برو تا دکترا، دکترامون پستاکامون اینجا هیچ ماشین نداره، چون ماشین نیاز نیست، هر موقع هم نیاز شه مثلا میری کرایه میکنی. به این فکر یعنی با 1500 تا نمیترسه اگه بخوای ماشین بخری. و خونه هم که احتمالاً تا آخر عمر وقتی اینجا به کسی ارث نمیرسه مستاجره، درصد خیلی زیادی مستاجرن توی کشورهای آلمانی زبان. و میگم یه ذره ایده زندگی خوب با اون چیزی که آدم تو ایران یادشه متفاوته. یعنی اگر تو ایران توی خونه بزرگی زندگی میکردی، تو اروپا دیگه آپارتمان 150 متری کاخ میشه. خونه من 24 متره کلش، با حموم و دستشویی و آشپزخونه، کل خونم 24 متره. بابا میگه به اون نگو خونه، اون یه اتاقه. دقیقاً. یعنی اینا همه فرق میکنه دیگه. ولی میگم اون چیزی که آدم ببخشید بعد از پیش میکنی، اون چیزی که متفاوته، یعنی اون چیزی که اون پوله و پسندازه به اون شکل مهم نیست. ما از یه دید دیگه ای نسبت به زندگی، شاید آدم میاد اینجا اینطوری، مثلا داشتیم نشسته بودیم نهار میخوردیم، این دوست هندی من میگفت آره اوضاع خراب، آدم نمیتونه خوب پسنداز کنه. بعد دامارکی گفت پسنداز برای چی؟ یعنی میگفت تو دانشجوی دکترایی برای کی میخوای پس انداز کنی؟ اون دامارکیه، هر چقدر تو زور بزنی پایه ذره ذهنشون امتر است تا من خاورمیانه. دقیقاً به خاطر همینه، به خاطر اینکه اون فکر میکنه که حتی میگفت تو همین الان وقتی دکترا رو تموم کنی بری برای پستاک یا بری هر کاری بگیری توی صنعت، تو با همون تو به اندازه نصف حقوقت یا هر چقدر حقوقت اونجا بذاری کنار، به اندازه کل پس اندازه دوران دکترات به دست میاری. یعنی الان چرا میخوای 200 یورو هم کیف کن، چون دیگه 5 سال دیگه 30 سالت نیست، یعنی 35-36 سالت شده و از دست رفته این زمان. بله، این تفاوت سبک زندگی بعد دامار گفتی، این کشورهای گوگلی این بالاه. و آره خب مثلا اون میخواد بره خونش 100 یورو 200 یورو بلیت میگیره میره، من مجبورم 600-700 یورو بگیرم یا هندیه اینا هست. مرتضی من دوست ندارم وارد این سوال چرا اپلای چرا در ایران به ما نمی اینها بشیم، چون ته نداره و خیلی هم جنبه‌اش مختلفه. ولی به عنوان کسی که توی ایران درس خونده و همه ما هم شنیدیم که مرتضی خیلی خفنه و اینا، مثلا حالا این تعارفو رو بذاریم کنار، شما چقدر برات این مسیر سخت بوده؟ خب شما به عنوان دانش دکتر حقوق نمی گرفتی قاعدتا، ولی مثلا توی شهر کوچیک‌تر از شهر تولدت هم داری زندگی میکنی، چقدر زندگیت به عنوان دانش دکترا خوب بود؟ اجازه است یک کمی در ادامه بحث بچه های کمی بیام عقبتر، بعد بیام به زندگی خودم برم، یعنی همهش ماجرای زندگی خودم هم و یک کمی شخص یعنی بهتر از اموری رو تعریف کنم. من سال 84 که اومدم لیسانس، من یه برادر بزرگتر از خودم دارم، 5 سال بزرگترم، اون رفت خارج، رفت سوئیس. بعد برای ادامه تحصیل و اینها فوق دکترامو 10 سال سوئیس بود. مهدی برادرم خیلی میگفت که بیا اینجا ادامه تحصیل بده. من سال 87 نمیدونم دقیقا داشتم اپلای میکردم برای رفتن و مدارک زبانمو دادم و یه سری چیزا رو فرستادم اینا، ولی
یه چیزی که میخوام یعنی میخوام تعریف کنم اینه که شما هر کسی که باشین، چه من چه شما، خودم از اون بزرگوارم چه مهدی، وقتی میخوایم به یه چیزی برسیم یه سری سختی هایی میپردازیم، یک سری مسیری که میان، یه سری در واقع موارد به دست میدیم، یه سری موارد از دست میدیم، جدا از اینکه خوب هستن یا بد. مثلا طرفم کلیه، من این شانس رو داشتم همیشه تو زندگیم که مهدی جلو میرفت، میرفت و مینا، بعد من میدیدم که آیا دوست دارم این مسیر رو یا نه. این تجربه خیلی به من کمک کرد. تجربه رفتن مهدی خارج، چون با هم خوب بودیم، گفت به من که چه چیزهایی رو باید حواسم باشه به عنوان یک فردی که میخوام خودم این مسیر رو برم و کجاهاش رو دوست دارم و کجاهاش رو دوست ندارم. و یه چیزی که از فاطمه میخوام، چه امین، حالا من منظورم تو این جلسه نیست و چه خودت که تجربه خارج رفتن دارین، چون من ندارم واقعا، شما سختی هایی رو کشیدین و خوبی هایی رو به دست آوردین. اینها رو وقتی متعادل به یکی برسون به نفر بعدی، کمک میکنه که مجری عباس مهم نیست، خیلی بگو. بعد این تعادل مهمه برای کسی که میخواد تصمیم بگیره و خود فردی هم که میخواد در واقع مشورت بگیره، که وزن این دوتا رو در واقع برابر بگیره. چی میگن ریاضی واقعی که از دست میدم، من دوستش ندارم که فعلا برم خارج، یعنی بهتر اینطوری بگم دوست داشتن نه، برای زندگی من این حالت بهینه نیست، اون حاله رو نمی کنم لزومم. اصلا هم این نیست که به هر کسی که میام خودت تصمیم بگیر برو خارج، نرو خارج، من چیزی نیستم، ولی من این مسیر انتخاب کردم، مسیری که احساس کنم توش شادترم. و اون سوالی که میپرسی، من واقعا که موندم هر لحظهش که میره جلوتر احساس میکنم به شخص تصمیمیه که اون تصمیم برای زندگی من واسه رضایتی بیشتری شد. به بقیه دوستان اینه که اونو با اطلاعات بیشتری چیز کنن، صرفا با اون جبه و اون. چون ما الان شرایط بسیار سختی تو ایران داریم، قبول دارم، ولی خارج رفتن هم همونطور که این دو بزرگوار گفت، خود سه تا بزرگوار شما گفتین، سختی خودشو داره. شاید یکی نتونه تحمل، من دوست داشتم میرفته خارج نتونه تحمل کرد دوباره برگشته. همین قضیه کمی بدیهی نیست. من تو ایران نه، شما تمام کن بعد من اضافه کنم. ما تو ایران درآمد به مفهوم دانشجو دکترا شاید نداشتیم، ولی استادم همیشه به من کمک میکرد به عنوان عناوین مختلف از دانشگاه پول میگرفتم میداد و خدا رو شکر دوتا خانواده بسیار ما رو ساپورت کردن، مزیت مالی تقریبا هیچ وقت کم نداشت. دو تا خانواده منظورت خانواده خانمش هم بدنی آره و خانواده خودم و البته من وسط چیز ازدواج کردم دوری دکترا، ولی الان اینطوریه که یعنی شما از علمتون تو ایران هر چی که باشه و فیزیک هم جزو اون میتونید پول در بیارید، این نگرانی هم نیست، ولی این که ساده هم هست نه، کلن کار کردن تو ایران سختی خودشون داره. نه باید فکر کنیم که کار تجربه کردیم حتما پول در میاد،
پزشک من دوست داشتم به خاطر سربازی، پزشک بودم، پزشک هم فکر میکنم پول پارو میکنم، نه خیلی خیلیشون پول پارو نمیکنم، لبی جوب دارن سود میدن. این اون فکر است که خودتون میتونید چقدر چیز کنید ازش پول در بیارید و بعد واسش تمرین کنید. یکی از اون درسایی که امین میگفت مهمه اینه که درآمدزایی رو یکم یاد بگیریم. مثلا اونطوری که مثلا فاطمه میگفت ما آزمایشگاه رو یاد داریم میگیریم، یه نوع روش درآمدزایی رو هم دارن یاد که تا آزمایشگاه تجهیز بشه و این روند کامل بشه و اینا. عملا یه روند کامل، یعنی یک روند پیش بینی شده از قبل که طرف فردا روزی بتونه درآمد هم داشته باشه. سواد سادم من به این چیزا هم باشه. فکر کنم زیاد حرف زدم و سوالاتتون رو فکر کنم تونستم بالاخره جواب بدم. یه چیزی می‌خواستم اضافه کنم به حرف مرزا. من اروپار نمی‌دونم ولی خیلی از بچه‌ها که میان آمریکا با این فکر میان آمریکا که اوکی ما میام اینجا گل و بلبل زندگی عالی. این قشنگ طرف من دیدم مثلا از فرودگاه میاد بیرون وارد شوک میشه. Land of opportunity مگه نیست اونجا؟ آقا بله میخوام. بعد سیستم اینجوری که اولا اینجا خب مثلا دو تا شهر بزرگ داره، بقیه شهرها خیلی سیستم روستایی دارن. من یادم من مثلا یه بخش از افسردگی من اینجا میگم من میرفتم بیرون تهران، شما شب میری بیرون زنده جا میری 8 شب همه خوابن. ولی حالا مثلا اون بخش رو بذاریم کنار، شما میای اینجا زندگی تو از اول باید شروع کنی. من مثلا من یکی از دلایلی که اومدم آمریکا اینه که من بعد لیسانس هم اومدم، نمیخواستم از کسی کمک بگیرم مالی. آپشن من آمریکا بود، کانادا بود، آمریکا بود، من کانادا پذیرش نگرفتم. بعد شما میای اینجا، من یادم مثلا من دفعه اولی که قبض میخواستم پرداخت کنم نشستم گریه کردم، نمیدونستم چه کار کنم. بعد فرض کن از یه کشوری اومدی همه چیشو میدونی، میای اینجا هیچی نمیدونی، بیسیک زندگی تو نمیدونی، بعد از اول بسازی. این یه بخششه. و یه بخشش فرهنگیه، چون وارد یه فرهنگ جدید شدید، دوست ندارید، خانواده ندارید، ساپورت خانواده رو ندارید، جان اینا رو هم نمیشه رفت خرید، یه ذره سخت به دست میاد. نه قشنگ اینا زمان بره، شما 2 سال باید مثلا سعی کن اینا رو بسازی. شما اینجا مریضی، حالا مثلا ما اینجا اینشورنس هم نداریم، اروپا باز خیلی وضعش از این لحاظ بهتره. شما مریض شی اینجا یکی جوشوندهای مامانت بعد کمکت کنه، توکل نشد دیگه، حالا هرچی پیش بیاد پیش بیاد. جوری نیست که مثلا خیلی راحت هم پاشید به دکتر، مریض میشه باید مثلا روپای خودت بایسی. حالا اگه استادت خوب نباشه باید بری باید که صحبت کنی آقا من به خدا مریضم نمیتونم بیام سر کار. بعد از اون ور چند هم افسردگی اینجا خیلی پیش میاد، خیلی از بچه ها اینجا میرن وارد افسردگی میشن، هیچ که انگار به اینا نگفته. من با یه روانشناس کار میکردم، با یه روانپزشک، بیشتر کارشون این بود با دانشجویی که میمدن مهاجرت میکردن حرف میزدن. این دانشجوها تمام اون سیفتی نت به قول اینا از دست دادن. چون فرض کن اینجا من دوستی داشتم که شیزوفرنی گرفته، کسی نبوده این آدمو نگه داره، پلیس نمیره دنبال این آدم. این چیزا مثلا چیزایی نیست که حالا برای یکی پیش بیاد، خیلی پیش میاد. شما نمیتونی برگردی بری بیای. مثلا من 5 سال خانوادم رو ندیدم. از این آدم بودم که خیلی کلم باد داشت، گفتم من خیلی مستقلم، میرم اصلا احتیاج ندارم کسی رو ببینم. 2 سال گذشت و اینجوری که ای وای من اصلا فکر اینجا رو نکرده بودم. این واقعا یه چیزی رو داری مثلا قربانی میکنی. آره این چیز مهمیه، خصوصا راجبه آمریکا. چون آمریکا خیلی تو کشور ما به 2 صورت اغراق میشه، یا خیلی بد اغراق میشه خیلی خوب. بعد مثلا ما همه تصور ما از آمریکا مثلا سان فرانسیسکو و نیویورک، ولی اونا اصلا کیسای چیزن خیلی چی میگن نامتعارفن وقتی شما توی کشور به اون بزرگی زندگی میکنید. بعد راجع به اروپا هم تقریبا عمدش همه جا توی فرهنگ ما همش روستاه. یعنی شما لندن پاریس رو بذارید کنار، مثلا اینجا که من زندگی میکنم مثلا یه خونه است دور و برش همش دار و درخته تا خونه بعدی. من میخوام برم سوپرمارکت با 35 دقیقه پیاده مثلا برم اگر بخوام. سر کوچه‌مون عباس آقا بقال نداریم که مثلا اینا هست. این چیزای روحی روانی هم هست. من به این اضافه کنم که کلا زندگی دکترا هم سخته. حالا مرتضی خیلی عاشقانه با این مسئله برخورد میکنه، ولی حتی زندگی زناشویی خیلی عاشقانه هم شون به خودی خود سختای خودشو داره، باید برای این رابطه هزینه کنید و این حرفا. ما اصلا اینجا توی دانشکدهمون
دانشکده نه دانشگاه، یه روانشناس استخدام کردن که فقط این مریضی روانی دانش دکترها رو رد و فتح کنن. مردم کاشن فشارشون زیاده و این سوشال ساپورتی که فاطمه میگه رو نداره. یعنی من به دوستان میگم ما توی ایران بدبخت بودیم، ولی چون من بدبخت بودم دوستم هم بدبخت بود، دوتایی به این بدبختمون میخندیدیم. اینجا شما کسی رو نداره باش بخندی و خوش بگذرونی، واسه همین هیچی رو نمیتونی هول بدی زیر فرش، همه چی میمونه. و چون یه ذره اینجا دیگه خودتو با جامعه دور و برت مقایسه میکنی، با اون مثلا همچنین میگم فنلاندی داره با خانواده‌اش زندگی میکنه، آخر هفته مثلا با دوستاش میره بیرون، بعد مثلا من اینجا خصوصا مثلا یه اتفاق مثل کرونا بیفته که خیلی بد میشه. آره عباس من خیلی واقعا اینو دیدم، من از تو آزمایشگاه هستم که تنها دانشجو اینترنشنالشون منم، همشون خانواده داره. مثلا من دوستان مام باباشون براشون خونه خریدن، مثلا میری اونجا تو اونی هستی که خب کسیو که نداری. بعد مثلا تعطیلات میشه، من تنها کسی هم که تعطیلات میرم سر کار، مثلا میرفتم کسی نبود من برم کنم خب من بشم خونه چیکار کنم؟ نتفلیکس ببینی. مثلا واقعا فشاره ها، این مثلا واقعا فشاره. شما یه روزی چشاتو باهم کنیم یه خطی کشیدی بین خودت و این آدما، این آدما این چیزا رو دارن من ندارم، بعد این خطر همینجوری که بکشی هی بدتر میشه. آره این... مثلا ماها وقتی که هیچکی به ماها نمیگه وقتی میای، و مشکل اینه که فرهنگ خیلی متفاوته واسه ماها، همونجور که امیر میگه اون دانمارکی اصلا به ذهنش نیست. چون اصلا اینا به چیزه، من وقتی اومده بودم اینا بگیم تمام کنیم بحثو خیلی داره طول میکشه، من اومده بودم اینجا من یکم طول کشید تا کارت بانکی گرفتم که حقوقمو بریزم. بعد رفتم پیش این مثلا آموزش دانشکده بودم، بابا من پول ندارم. میگفتن خب نه حالا از دبیت کارت خودت استفاده کن تا ما مثلا حقوقت رو بدم. نه اصلا شما متوجه نیستی سیستم بانکی کشور من به هیچ جایی وصل نیست. گفتن نه قرار نیست از کشورت پول بیاد، از کارتت اینجا استفاده کن. گفتم نه ببینید ما کارتمون از فرودگاه که میایم بیرون دیگه کار نمیکنه. و طرف همینجور چیشاش دروش شد و منو نگاه میکرد مگه میشه؟ اصلا طرف درکی از این داستان ها نداره، یا حالا ویژگی‌های فرهنگی خودمون این چیزها اینا مهمه، اینا باید یه بار حالا رو جوش مفصل حرف بزنی. ولی این خوبه که آدم بدونه حرف مرتضی حرف خیلی درستیه، شما زندگی بده بستونه باید بدونی چی میدی چی رو میگی، شما با کدوم حال میکنی. مثلا من راجع به شهر زنجان چیز، من خیلی زنجان رو دوست دارم و دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان هم خیلی دوست دارم. یعنی به نظر من تنها محیطی توش آدما رو کمتر دیوونه میکنه تحصیلات تکمیلی زنجانه. دانشگاه آدما خوش اخلاقن، آدما اذیت نمیکنن، حراستش نمیاد به بالا تا پایینت گیر بده و اینا چیزای مهمیه. یعنی من بارها از دوستایم که خصوصا دخترایی که از بهشتی اومدن زنجان گفتن همین که ما صبح صبح استرس نداریم که یکی اینجوری نگاهت کنه بگه دخترم چرا این کارو کردی، خب به من گیر میدادن توی بهشت. یعنی یه روز به یک روز صدا زدم گفتم آقا جان توجیه نداره منو با این ورجنات شما گیر میدید به. آره فقط یه سوالیه، احتمالاً این جواب مثبته چون همه کارهایی که خارج از دانشگاه درآمدشون بیشتر از شغلای دانشگاهی، یعنی واسه شما هم همینطوره دیگه و خیلی بیشتر، مثلا حداقل دو سه برابر میتونه حقوقتون باشه. نه اینجا اینطور نیست. خیلی یعنی بری سند کار کنی چی؟ نه خیلی اینطور نیست. حتی بعضی وقتا وقتی بعد از دکترا بری به عنوان کسی که، چون اینجا یه چیزایی داره که به شکل صنفی، حتی اینو من راجع به اتریش میدونم، من چیزی که متوجه شدم، حتی این که حقوقا وحشتناک بالاتر نیست و میدونم چون نگاه کردم و گشتم، ولی دلیلش اینه که اینجا یه چیزای صنفی دارن و شما وقتی دانشگاه با شما قرارداد میبنده همه جا مشخصه، یعنی این دانشگاه با اون دانشگاه با اون دانشگاه همه باید طبق این چارچوب صنفی با شما قرارداد ببنده. قرارداد که می‌بندن، شما وقتی این تو این پله میری بالا میری بالا، همین که گفتم بعد از 3 سال مثلا اینجوری میشه فلان میشه، وقتی میای اینجا پستاکو شروع میکنی به شما پول میدن، کلی برای شما سابقه کار تو این زمینه هست. در حالی که وقتی شما وارد اون شرکت میشی، اون شرکت هم به یه چارچوب صنفی باید پایبند باشه، ولی شما اونجا سابقه کار تو اون شرکت و تو اون چیز خاص رو در واقع نداری. برای همین
طول میکشه تا بری بالا برسی، ولی نکته این نیست. نکته اینه که کلن کار پیدا کردن به عنوان پستاک آسون نیست و تازه شغلای دائم تو آکادمی دیگه از اون سخته. معتقد. ولی پولاش نه، اگر بتونی بری تو آکادمی و پیشرفت بکنی پولش خوبه، ولی فقط امکانش نیست. راحت. خیلی سخته، خیلی رقابتی. اینجا تو خیلی خیلی. اوکی. خب ولی از اون ور شما رو وقتی بخوان اخراج کنن شما ساپورت نداری، خیلی راحت میتونن اخراجت کنن. شما پول بیمه تو جدا بدی، بیمه خانوادت جدا، بعد از اون ور پول بازنشستگی تو باید خودت بذاری کنار جدا بدی، ولی نگاهشون بهت نگاه مثلا اینجور که ساعت فلان باشه و نمیدونم براتون به عنوان آدم اهمیت قائل باشن نیست. شما یک ماشین کاری هستی، مادامی که کار کنی در میاری. حالا شغلام خیلی چیزاشون متفاوته، سقفش بلنده، ولی وقتی هم بخوری زمین بد میخوری زمین دیگه، هوا نمیدیم که... زمین همونجا میمونی. آره. بعد مثلا شما بچه تو میخوایی اینجا بفرستی مدرسه یه عالم پولشه، میخوایی بفرستی دانشگاه یه عالم پولشه. مثلا اینجوری نیست که فکر کنن. خیلی من اینو شنیدم که میای اینجا بعد جوری که خب مثلا میای فلان جا فلان کارو میکنی در میاد. نه، از اون تکسش کن، ولی از اون پدرتون جای دیگه در میاد. رفاه زندگی بالا نیست. این هزینه‌های آمریکایی زر واسه ایرانی ها قابل درک نیست، چون کسی بهشون نگفته که تحصیل لیسانس گرفتن تو همه جای آمریکا تقریبا کلی پول میخواد، و اونی که لیسانس هاروارد رفته خیلی باهوش نبوده، باباش خیلی احتمالا باهوش بوده، پول دار بوده. آره خیلی بحث مفصلی بچه ها. آره بیایم برای اینکه بحث رو ببندیم، من خیلی ممنونم که شما بیشتر از دو ساعت اینجا حوصله کردید از جاهای مختلف این دنیای خاکی. به نظرتون چی مونده که راجبش حرف بزنیم؟ یه چند دقیقه اگر چیزی به نظرتون توی این گفتگو باید راجبش حرف میزدین بگیم که دیگه بریم. حتی فنلاند هم دیگه داره شب میشه. نه من ولی آخر سر میتونم هر کی دوستاش مونده بود میتونم آزمایشگاه رو نشون بدم. یکی یه سوالی کرده بود آینده امبورک نوری چی میشه؟ اینجا شما سوالا رو من نفهمیدم، ببخشید سوالا رو جواب دادیم یا خوندین یا چه جوریه؟ چون یه سری کامنت بود من خوندم، یه سری سوالم بود که مثلا چه زبونه برنامه نویسی و سیو میشه و که اینا کامنت ها. یکی هم پرسیده آیا به ای آی میشه به اسم سیستم پیچیده نگاه کردیم؟ ببین بحث ربط نداره ولی آره میشه، ان شاء الله یه روزی با بچهای ای آی حرف میزنیم مفصل بریم سراغش. من یه چیزی اینجا پرسیده بودن جواب بدم که چجوری اپلای کنن. ایمیل بزنید، ایمیل بزنید، ایمیل بزنید، نتورکینگ کنید، نتورکینگ کنید، نتورکینگ کنید. خیلی تاثیر داره، بیشتر از معدلتون تاثیر داره، بعد بیشتر از این که نمیدونم حال بک‌گراندتون چجوریه تاثیر داره. سی وی خوب بنویسید. یعنی من خیلی کم از دانشجوی ایران چیز گرفتم، ایمیل گرفتم که ازم سوال بپرسن. من 5 سال اینجا بعد دانشگاه من دانشگاهی که خیلی دنبال دانشجوه دنبال دانشجو دانشگاه خیلی بزرگی هم هست درسته؟ یعنی توی خیلی از فیلد شما رصد خونه داری داره؟ آقا اگه خواستم برن اونجا فیزیک اپلای کنم بعد برن استرونومی، استرونومی خیلی سخت پذیرش میده. آره چون مثلا یه پارتنرش جدا کردن. ولی ما اینجا به بچهای خود اینجا میگیم که شما بر فیزیک اپلای کنید، اینجا فیزیک اپلای کنید، پذیرش گرفتنش خیلی راحت تر از اپتیک و استرونومی، بعد برید اونجا کار کنید. خیلی راه راحتیه. ولی همین، یعنی خیلی من خیلی دیده بودم که مثلا بچه ها اعتماد به نفس ندارن، میترسن اینا. اپلای کنید، مشکل نداره، دانشگاه مهم نیست اسمش، معدل معمولی بالای 3.5 معدل خوب محسوب حالا باشه. ولی درس بخونید که معدلتون خوب باشه، اون برای اونایی که دیگه کاری نمیتونن بکنن. آره سعی کنید. بین 3 تا 3.5 اجباریه دانشگاه، نه اینکه دانشکده به شما پذیرش نه، دانشگاه به دانشکده اجازه نمیده شما رو بگیرن. معدلتون زیر 15 بیاد بیچاره میشید احتمالاً تو آمریکا. اروپا اینجوری نیست ولی آمریکا خوب تبدیل کنید. ولی یه چیز اینجوریه، عارف کنم مثلا 15 میشه 3 دیگه. مثلا اینش مهمه، یه حداقلی رو داشته باشید، مهارت پیدا کنید و اینا، بعد خیلی راحت خجالت نکشید ایمیل بزنید،
حتما سیویتون اگر تونستید جایی بفرستید براتون چک کنن. خیلی جاها هست براتون چک میکنه، زبان سیویتون رو چک میکنه که چه جوری نوشتید. پول خرج کنید مک... خیلی آپشنای جالبی هست این روزها. پولم نمیخواد، نه خیلی از اینا پولم نمیخواد، یعنی خیلی دانشگاه ها اینو دارن که چک میکنن براتون. آه دانشگاه فکر مؤسسات بیرون از چیزو میگید؟ نه نه مؤسسه بیرون از چیزم شما میتونید آدمای پیدا کنید، خیلی نتورکینگ که بکنید خیلی جاها هست که میتونید کمک بگیرید. مثلا پول آنچنانی به جز اپلیکیشن فی که حالا اونا چیزای مختلف خودشو داره، برای ساختن مثلا چیزی که لازم دارید واقعا اونقدر پول نمیخواد. اینجوری نبوده که من مثلا یه خانواده متوسط میام، اینجوری نبوده که بگم حالا مثلا خیلی خرج کردم. من شانس داشتم زمان من باشه. شما 5 سال پیش اومدید با دلار 3700 اومدید، یه ذره سخت اون موقع 100 دلار اپلیکیشن فی میشد، چه میدونم پولی که میشد جور که الان 100 دلار خیلی پوله. دقیقاً. بعد ولی خب مثلا یه کار دیگه که میتونم بکنن اینجا، اگر به دانشگاه ها ایمیل بزنی توضیح بدید، خیلی دانشگاه ها براتون ویو میکنه. آره همیشه این کارو بکن، همیشه به عنوان ایران به عنوان اسوانی بهتون توصیه میکنم، هر جایی که میخوام پول بگیره ایمیل بزنید بگید میشه is it possible to waive این فی بعد اپلیکیشن فی فلان میشه. خب خیلی جاها هم اینجوری که اگه قبولتون کنن ازتون پول میگیرن. بالاخره آپشن زیاده، راه برای رسیدن به خدا به تعداد آدم هست، ولی با چش باز اپلای کنید. آره جوگیر نباشید. آره این خیلی مهمه، جایی برید که دوست دارید، رشته‌ای برید که دوست دارید، این خیلی مهمه. فقط بخاطر اینکه خارج نیاید، خیلی آدم ما میبینیم که میان خارج ولی خب دوست ندارن. یعنی حالا من دوتا نوشته خوب توی سیدپور دارم راجع به دکترا خوندن، به اسم آیا باید دکتری بخونم و ناگفته های دوران دکترا، اونجا مفصل تر راجع بهش حرف زدم. این امیدوارم که دید خوبی از اتم مولکولی گرفته باشید و با 4 نفر غیر از من که حداقل تا دکترا توی دانشگاه بودن الان دیدید که زندگی همون چه جوریه. آره حالا امین قرار آزمایشگاهش به اون نشون بده. امین چیزه قبلش تا امین بره فکر کنم یکی از بچه‌ها در مورد امبرک نوری پرسیده بودن، به نظر تا چند سال آینده فعلا رو بورس خواهد بود که چقدر این چند سال چقدر خواهد بود نمیدونم، یعنی فعلا رو بورس تکنولوژی خودن یه ابزار خیلی مهمه دیگه. یعنی حالا اینکه آیا تحت خودش مثلا خفن باشه یا اینکه ازش استفاده بکنن، این خودش دو تا سوال مختلفه. یه زمانی احتمالاً همه هیجان زده بودن برای لیزر و چی میگن الان لیزر شده یه تکنولوژی که میخرن و میفروشن. عادی داره. اوکی بریم آزمایشگاه همینو ببینیم. این چنبه یک شنبه است برای همین کمی تاریکه. در واقع کل این راه رو مینیون های استاد ما هن. مینیون چیه؟ این که کارتونش رو ساخته بودن؟ آره دیگه مینیون یعنی همین کسی که کار میکنن برای اون استاده، در خدمت استاد. آقا شما وضع اینجا... خیلی خوبه. اینجا در واقع بهش میگن پری روم یا اتاق کنترل میتونی بگی اسمشو بذاری، که البته الان میبینید همه چی کمی شلخته است چون ما چیز داریم، چون ما تعداد اتمامون کمه. و اینی که میبینید اونجا، میبینید اون نقطه که الان رفت دیدیم بایستا آقا تله رو به سنده دیگه اون خودش از بین میره، اتما وقتی عکس رو میگیری از بین میره بایستا بزا. آه اینایی که میبینین اینا اتمای خیلی سردن، در واقع این یه تلن و این نوری که شما میبینید نوره که از اتما برمیگرده، یعنی همون فلورسانسی که اتما میزنن این میتونی اتما رو ببینی. ولی اونجا هنوز خیلی سرد نیستن، سرد ترش اینجاست، این گردالی هست. این دیگه چه گالش بوزانشتاینه ها؟ نه نه نیست هنوز اتم به اندازه کافی نداریم. اینم هنوز بهش میگن اتمای حرارتی. من میخوره ترمال اتمز میشه ترمال اتمز. آره
این چیه ماجرا؟ اینی که شما میبینی در واقع این بعد از اینه که شما این اتما رو یه جا جمع میکنی، یه نقطه خیلی کوچولو. بعد این اتما گاز هم هستن، یه گاز روبیدیوم، اینجا مثلا دماشون در حد 3 میکرو کلوینه. اینا الان سرد هستن، یعنی این در واقع آلترا کولد اتمز هست، ولی هنوز چگالش صورت نگرفته، چون این چگالش یه گذاره، یعنی باید حتما از اون دمای بحرانی بره پایین تر تا چگالش صورت بگیره. و اگه چگالش صورت بگیره، تفاوت که میبینی این به این درشتی که میبینی، میبینی که این به این درشتی نخواهد بود، میشه یه نقطه، میشه یه نقطه، چون اونجا واقعا اتما وقتی چگالش صورت گرفته تقریبا وایسادن، و وقتی میندازی پایین، یعنی این عکس بهش میگن عکس بعد از زمان پرواز. یعنی چی؟ یعنی این یه نقطه است، اینجا الان اینا همه اینجا تو تله هستن، تله ها خاموش میشه، این به خاطر گرانش اینجوری میاد پایین، همین که میاد پایین چون توی جعبه بودن، اینا در واقع باعث میشه که اینا چی میشن؟ بست پیدا میکنن بعد از بعد از مثلا اینجا الان 12 میلی ثانیه است، و اون نقطه میشه یه چیزی که الان مثلا نیم میلیمتر قطرشه. و ببخشید دمای گذارتون بوده؟ دمای گذار این سوال خیلی خوبیه، ولی من الان متاسفانه خوب یادم نیست که دمای گذار بیستی برای روبیدیوم شده. فکر میکنم چند صد نانو کلوینه. و شما بعد از اون دمای گذار تا چقدر میریم؟ ما میریم تا 10 نانو کلوین. اوه آره، یعنی 10 به توان رکورد ملت چقدر؟ رکورد ملت مثلا نانو کلوینه دیگه، یعنی دقیقا نمیدونم، ولی دیگه اصلا به اون دما هم که میرسه، اصلا خود تعریف کردن دما کمی چیز میشه، کمی تریکی میشه، اینکه چه جوری دقیقا چیو الان به یکی از سطح زمین حتی هنوز نه، اون خاموش، اون عکسشه. من کفشم رو عوض کنم، اینجا میبینی که باید دمپایی پوشید. جاس من هنوز هستم، شما تصویر داری؟ بله بله بله. آه ببخشید، من باید دوربین رو خاموش کنم، وگرنه چی میشه؟ نور زیاد میره میزنه دوربین رو داغون. این اون برنامه‌ای که داره آزمایش رو در واقع کنترل میکنه، میبینید چقدر پارامتر و اینای مختلف. این اسمش لبوکه، چیزایی که هر روز انجام میشه توش نوشته باید بشه، چون ما 5 نفریم تو این آزمایش با، و هر کی هر کاری میکنه بقیه باید بدونن وقتی به آزمایش مربوط میشه. الان دوربین خاموش شد، ما میتونیم خب اینجا دو تا میزه، من هنوز وصلم، شما تصویر دارین؟ چون ما اینترنت اونجا کمی ضعیف میشه. دو تا میز اپتیکیه، این میزای اپتیکی یه چیزیه که میبینی اینجا در واقع داره این چیکار میکنه، داره لوت چی میشد؟ بار میکنه، بار میزنه. آره لوتینگ میشه، آره ضد ارتعاشه. و من خودم اولین بار که اینو دیدم خیلی برام جالب بود، برای اینکه این میز به این سنگینی تو اینجوری تکون میدی اینجوری میاد برمیگرده سر جاش. این میز رو هواه، یعنی برای دوستان. این میز میزیه که لیزرها توش آماده میشن، و منظور از آماده کردن لیزر اینه که شما این برد بکنی، وقتی میخوای سردش بکنی باید طول موجای دقیقی برای اون حالتهای گزارش بزنی به اون اتما، اون برای سرد کردنشه. بعد وقتی سرد میشن، برای اینکه از تو تله نیفتن بیرون، برای اینکه پمپشون بکنی تو ام اف استیت های اون حالتهای ام اف درستش، اگر اون هایپرفاین یه اتمو در نظر بگیرین، تو یکی از اونا رو میتونی تو تله بذاری، باید اینا رو ببری اتما رو نگه داری تو اون هایپرفاینی که قابل تله هست، قابل تو تله موندن هستن.
آره به دام انداختن هستن. برای همین اون خودش یه لیزر دیگه میخواد، یعنی فرکانس های مختلف میخواد. برای همین با این کریستالایی که بهش میگن AOM که مثلا اینها با اینا شما چیکار میکنی؟ فرکانس لیزر رو عوض میکنی، اینا شاتره، یه زمانی شاتر نه اونی که نون درست میکنه، اونی که باعث میشه که رد نور رد بشه یا نه. برای همین این دیگه کل اون برنامه گیدی اینا رو کنترل میکنه. حالا اینا تو اینجا شما حداقل 6 تا درست میگم؟ شما حداقل 6 تا باریکه لیزر میخواین دیگه؟ بلکه بیشتر. آره آره حداقل برای اون به دام اندازی میگی مرتضی؟ آره آره دیگه، یعنی ایکس وای زد دو تا سر به سر در واقع سه تاست ولی بعد یه طرف آینه میذاری. بعد اینجا با این چیزا فیبرای نوری میره توی این یکی میز اپتیکی که آزمایش اصلی هست. نمیدونم خوب میتونید ببینید یا نه، ولی یکی اونجا تو مرکز تصویر الان یه دونه اتاقه که خلعه و بعد یه دونه این بالا. بعد این اتم ها در واقع تو این اتاقه که خلن 10^11 میلی بار. و بعد این بقیهش هم دوباره یه سری وسایل اپتیکی هن، دوربینا و اینایی که این مثلا یکی از دوربین هست، از سه جهت مختلف دوربین داریم که بتونیم اتم ها وقتی میفتن نور میتابونی، عکس سایه شون رو در واقع میگیری، بهش میگن absorption imaging. و بعد اون راجبمون سوال تباس که گفتی که کی مثلا روزیه که آدم ناراحته، میای اینجا همین این تصویر سفیدهی که الان اون بالا بود و الان یه دقیقه دیگه میاد، اونو یهو میبینی نداری. و بعد این سخته که بفهمی کدوم یکی از این همه دستگاه کار نمیکنه که باعث میشه اون اونجا نباشه. و این خودش یه چیزه. این در واقع این دستگاهی هم که این بالا هست دستگاهی به اسم DMD که اینه در واقع اگه میبینین زرده، این چیزیه که من دو سال پروژه فوق لیسانس هم در واقع گذاشتن این تو این آزمایش بود. یعنی این ستاپی که الان دارید میبینید این فوق لیسانس کار بود، من در واقع توی اتاق دیگه آمادش کردم و بعد اووردیم گذاشتیم بالا اینجا اضافه کردیم. یعنی این نبود اینجا وقتی من دکترامو شروع کرده بودم، این اینجا نبود. در واقع بعد از اینکه فوق لیسانس هم تموم شد این توی اتاق دیگه آماده بود، اومد اضافه شد. این یه تله نوریه چون ما با تله‌های مغناطیسی کار می‌کردیم برای مرحله آخر دام‌اندازی، ولی بعداً این تله نوری بهش اضافه شد. جان مرتضی جان یه چیزی پرسیدی شما ببخشید. گفتم که فاز چی رو داریم باش تغییر میکنید که گفتی داری تله‌اندازی آره. اینو ما فقط باش چیز رو تغییرش میدیم. بگو ما اینا رو ملت معمولاً میذارن مثل اون LCD ها و مثل اون SLM ها میذارن توی صفحه فوریه که اونجا چیز رو تغییر بدن، که فاز رو تغییر بدن همونطور که اشاره کردی، ولی ما میذاریم، ما اینو مستقیم چیزش میکنیم، عکسش رو ایجاد میکنیم که در واقع فقط باهاش چیز رو تغییر میدیم. بگو شدت رو تغییر میدیم برای آره امین جان دم شما گرم واقعا. آقا مبارک شما اولین کسی هستید که در زمان کرونا به ما آفیسش رو نشون داد، بقیه معمولا خونه نشینند. این خوبه. نه ما دیگه الان تقریبا باز شده دیگه، کم کم داره همه چی یواش یواش. واکسن زدی؟ نه واکسن نزدیم ما هنوز و احتمالا، ولی قرار دادن برای 2 هفته دیگه یا 1 هفته. این چه الان نه انشالله که بلا دور باشه و از همه انشالله. دم شما گرم، خیلی لطف کردین واقعا. من خیلی خوشحال شدم و همه کسایی که گوش دادن خیلی خوبه. دمتون گرم، انشالله که باشه
روزهایی که آدما سرحالترن بیشتر حرف بزنیم، همدیگه رو ببینیم. همین من وین احتمال زیاد میام، چون دو سه تا مرکز سیستم پیشته خوب اونجا داره، میام اونجا. من اگه رفتم پیش همه قول میدم یه عکس بگیرم براتون بفرستم که تجدید دیدار بشه. ایران هم میرسیم خدمتون. من یه تبلیغی هم کنم واسه مدرسه فیزیک زنجان. اگر دانشجوی لیسانس فیزیکیت یا خیلی علاقه مندید به فیزیک، این امسال تیر ماه فکر کنم یه برنامه آنلاینی هست که راجع به تمام گرایش آدم خیلی خفنا رو میارن حرف میزنن اینا. امسال هم برنامهش بغلده است. من قبلا تو همین پیج یه ویدیو خاصه این مدرسه فیزیک ضبط کردم چون خیلی خفن و خوبه. من میگم 93-94 فکر کنم خودم اولین بار رفتم. اگر چیزی میدونید بگیم، وگرنه دیگه خدافظی کنیم باتون. دو ساعت و نیمه که ما اینجاییم و خیلی خوش گذشته. منم میخوام تبلیغ همینجا اینجایی که ما هستیم وی سی کیوه، که چون حالا میگم اتریش خودش خیلی مردم نمیشناسن خوب، ولی در واقع خیلی از این کسایی که کوانتومو در واقع توسعه دادن از جمله شرودینگر خودشون هم اتریشی بودن. یه پست من تو این کامنت ها گذاشتم، این سایت برن کسایی که دوست دارن بدونن که اینجا چه کارهایی انجام میشه. یه سامر اسکول هم هست که قرار آنلاین هم برگزار کنیم، اونایی که دوست دارن میتونن ثبت نام بکنن، لینکش رو به دستشون میرسه بعدن برای اینکه بخوان گوش بدن. خیلی استادای خیلی خوبی رو که پیشروان تو کارشون دعوت کردیم که چرا بیان صحبت کنن، ولی از هر جا مهم نیست، هر کی ثبت نام بکنه میتونه لینکاش رو بگیره و گوش کنه. دمت گرم، دم رفقاتم که این برنامه رو اجرا میکنن گرم. ممنون از همه. خوب و خوش و خورم باشید پس، با امید دیدار. سلامت باشید. ممنون، خوشحالم خیلی. ممنون، خدا حافظ. خدا حافظ.